Yannick'e inan ya ki... This meeting is being recorded. Hello? صدای شما از نسرین جان بفرمایید. اوکی. و فکر کردم اگر با یأس و ناامیدی بخوام این روزه بگیرم و با تراژدی و در گوشه خانه بشینم با اشک ناامیدی برش نگاه کنم، اینم شکست است. شکستی که یک مبارز نباید او را پذیرا بشه. شکستی که هیچ وقت در رزم و پیکار ما نبوده. شکستی که هیچ وقت یک زن نپذیرفته که عقب بشینه و دست تسلیمی بالا بکنه. پس تعهد سپردم که یک بار دیگه در جمع شما خانم های پیشگام، در جمع شما دوستا و عزیزایی که واقعا به مقام زن ارج میگذارین و رفقایی که در اینجا حضور به هم رساندن، تجدید پیمان کنم. تجدید پیمان و پیمانی که برای رزم است و رزمندگی، برای آزادی هست و انسانیت، برای مقام والای زن هست، خواستم این تجدید پیمانه یک بار دیگر در حضور شما داشته باشم. بر شما پیروزی هایتان تبریک بگویم و آرزو کنم بر خودم که شماها را در کنار خود داشته باشم و در کنار زنای سرزمینم، تا بتانیم همه با هم دست با دست هم دیگر بتانیم صدای زنایانه که امروز صدایشان به خاموشی رسیده ولی به فریادهایشان هنوز پایان ندادن، میخوایم شما با من هم صدا شویم. صدای من و صدها زن افغان شویم، صدهای هزاران زن اسیر و برده باشیم، صدای هزاران انسان مظلوم باشیم که بهش باور داریم، به نیرومندیش، به توانمندیش، به صلاحیتش، به شایستگیش، به قدرتش، به صلابت و توانمندیش، به سیاست آبرومندانیش و به هزارها نیکویی هایی که میتونیم در وصفش بگوییم. نفهمیدم که از گذشته بگویم یا از امروز. تصور کردم به طرف تاریخچه برم، تاریخچه‌ای که 104 سال قبل از تجلیلش آغاز شده با رزم و پیکار صدها و هزارها زن. از تاریخچه بگویم که بیشتر از 115 کشور ایرا به تجلیل بگیرن. از تاریخچه بگویم که در سرزمین خودم در سال 1343 آغاز یک مکتب سیاسی بر زنان تحت عنوان سازمان دموکراتیک زنان افغانستان بود، از اونجا شروع کنم. از روزای پردرخشانه که در وطن بودم و در کنار هزارها زن میتونستیم با زندگی خوشبخت خود ادامه بدیم، به مثابه یک انسان مساوی حقوق در جامعه باشیم، در سیاست حضور داشته باشیم، در فعالیت‌های اجتماعی برای زندگی داشته باشیم، در مکتب و دانشگاه مقامای اول داشته باشیم، کادرای علمی در سطوح مختلف داشته باشیم، حضور دیپلمات‌های خود در جامعه بین‌المللی داشته باشیم، نماینده‌های ما در جامعه بین‌المللی در حقوق بشر بتونه حضور پیدا کنه و دفاع از حق انسانی انسان بکنه بدون تبعیض جنسیتی، نه مرد و نه زن، بلکه انسان سرزمین. من بیشتر مکتب سیاسی معتقد ساخت که در محدوده جغرافیا باقی نمانم. بیشتر تصور کردم که گذشتر جغرافیا به جهان زیبای انسانی باید برم، جهانی که هیچ وقت مرز نمیشناسه. ما آرزو داشتم که برادرای هموطن من هم بتانن مثل مردهای ایران، سرزمین واقعا توانمند اهل قلم و سیاست، بتانن حضور به هم برسانن. یقیناً که کتله روشن فکرش با ما هم نوا بودن، ولی تعداد بیشتر ما را به تنهایی گذاشتن. آیا تنها ملکی یک دختر جوان در ایران باعث به یک انقلاب میتونه باشه؟ آیا میتونه یک دختر جوان آواز میلیون ها ایرانی بیرون از مرز باشه؟ آیا میتونه نبود یک دختر جوان و قربانی دادن از او باعث میشه که بیشتر از صدها هزار جوان و پیر عزیز در خیابان ها دور هم جمع شون و فریاد آزادی بکشن؟ سخت دوست داشتم که در کناری آوازها یک روز بتانیم ما هم صف میلیونی در کشورها داشته باشیم، صرف بر حق انسان بودن ما، بر حق از این که بتانیم در یک جامعه‌ای که هستیم حضور ما لمس شوه، درک شوه و قابل حرمت باشه. در جامعه‌ای که سالها ما زحمت کشیدیم با مثال بسیار زیبایی که میگه زن با یک دست گهواره و با یک دست جهان در حرکت میره، زن افغان در برابر
سیاست های دیروز افغانستان و امروزش هم توانمندی ها و شایستگی های لازم خوده به خرج داد. من گاه گاه در صحبت هایم آنقدر در هیجان و احساسات میرم که گاه تاریخچه، گاه گذشته و گاه آینده را میتونم ببینم. ولی لحظات تاریک امروز بیشتر ما میتونه که در یک حالت بسیار دردناک نگه داره. گذشته های پیشگامان جنبش زن در افغانستان و حضور امروزشان در جوامع بین المللی در کشورهای مختلف جهانی با شیوه های مختلف رسم و پیکار کلش میتونه مایه افتخار نه زن افغان بلکه زنان مبارز جهان میتونه باشه. سمبولی که گاه در ایراد سر بلند میکنه و به نام از این که شعارهایی که خودشان شیفته و ساخته خودشان است به نام زن انقلاب و آزادی را در ایراد به سر میتن یا در شهر کابل میگن زن عدالت آزادی، زن و آموزش، زن و کار، حتی اگر حلقی ده نفری هم باشه من فکر میکنم از کمیت کدام و این کیفیت از یا ارج میگذارم که هر کدامشان با قربانی از زندگیشان حضور به هم میرسانند. ما به حیث یک زن که سالهای طولانی تانستیم به نام زن گام بگذارم و کوشش کنم در گوشه از زندگیم خدمت را برای زن سرزمینم انجام داده باشم، میبالم، افتخار میکنم و برای ما سوژه ابدی تاریخ میتونه باشه. و فکر نکنم تاریخ ما این روزهای پردرد و رنج زن افغانه به فراموشی بسپاره. مثلا خواستم در آغاز برای شما این روز تبریک بگویم و گوشه از درد دل پردرد خود با شما باز کنم. شنونده صحبتهای شما خود بودم و باز هم در صحبت سعیم خود شدم. برای شما آغاز کار پرثمر آرزو میکنم. سپاسگزار هستم از این که در جمع شما جا پیدا کردم و میتونم با شما کلام من در میان بگذارم. تا بعد. خب مرسی نسرین جان، مرسی که با ما هستین و ممنون از صحبت ها. رفیقمون راحله تشریف آوردن. راحله جان سلام میگم، هشت مارس رو تبریک میگم. همطور سپیده جان در اتاق هستن. امروز گرداننده نداریم و خود ما چهار نفر باید اینجا همزمان هماهنگ بکنیم که کدوم رفیق میخواد صحبت بکنه و سپیده هم خواهش میکنم که در صورت امکان دوربینش رو روشن بکنه و رایل جان ما میتونیم شما رو هم الان بشنویم. منم سلام میکنم لنا جان به شما، به سپیده جان و همه عزیزان که اینجا هستن و روز جهانی زن رو تبریک میگم به همه زنان جهان و برای تمام مردانی که برای عدالت و آزادی در دنیا مبارزه میکنند و به همه کسانی که به خصوص در کشورمون در روزهای اخیر در تقلا هستند برای عدالت و برابری. من نمیدونم که الان باید من صحبت یا چون من تازه رسیدم دقیقا نمیدونم که شما سوالی رو مطرح کردید یا اینکه میخواید همینجوری شروع بکنم از اگر راهنمایی کنید دنا جان. نه سوال خاصی مطرح نیست، اینکه خب عمدتا بحث برمیگرده به نقش زنان در سیاست و رفیقمون نسرین جان از کشور افغانستان بودن صحبت کردن، خانم نسرین مفید که من چون شما نبودین و هنوز جمع ما کامل نشده بود بیوگرافی ایشون رو متاسفانه نخوندم ولی الان خواهم خوند. یک گذری بر بیوگرافی نسرین جان اول میزنیم و بعد شما و سپیده جان هر کدوم مایل باشین میتونین صحبت بکنید. رفیقمون نسرین در یک خانواده روشنفکر در افغانستان به دنیا اومدن، آموزش های آغازین رو و همینطور میانگین و فرازین رو در دبیرستان آریانای شهر کابل به پایان رسوندن. در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات دری شدند و در اداره امور شورای وزیران شروع به کار کردند و بنابر نیازمندی ها در شورای مرکزی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان به کار گماشته شدند و پس از کسب اندوخته های لازم به حیث مسئول کادرهای شورای مرکزی اتحادیه های صنفی افغانستان
مقرر شدن. ایشون در سال 91 به کشور آلمان پناهنده شدن و در آلمان فعالانه پیگیر حقوق زنان شدن و به منظور رهایی بانوان از زیر سلطه مرد سالاری شورای زنان افغانستان رو در آلمان تشکیل دادن و با یک از بانوان مبارز هسته ای رو به وجود آوردن برای مشاوره و همکاری و در پی اون به منظور تأمین زندگی بهتر برای پناهندگان یک سازمانی به نام نتورک افغان اینفورمیشن باید باشه رو دقیقا مطمئن نیستم، امیدوارم که درست گفته باشم، نسرین جان رو با برخی دادخواهان آلمان ایجاد کردن و همزمان رئیس معاون اتحادیه زنان افغان در اروپا نیز برگزیده شدن برای مدت نزدیک به 5 سال در دانشگاه هامبورگ آلمان به آموزش زبان فارسی مشغول بودند و 13 سال هم در اداری که من متاسفانه آلمانیش رو نمیتونم بخونم مشغول به کار بودن. ایشون داره است فرزند هستن و احتمالاً یک نوه نازنین، امیدوارم که درست گفته باشم نسرین جان. و همینطور الان دیگه موضوع بس که بازه، میتونید صحبت بکنید، میتونید مناظره بکنید، به هر شکلی که فکر میکنید راحتی میتونید این بحث رو پیش ببریم. من خودم بعدن صحبت میکنم، ولی اون چیزی که مد نظر من میخوام یک گریز بزنم به تاریخ مبارزات زنان، یعنی از دوران مشروطه اول تا فعلا. دیگه نمیدونم مد نظر، البته نکاتی حتما پیش خواهد اومد، سوالاتی ممکنه باشه یا اینکه مواردی باشه که روش بحث بکنیم که بسیار بسیار فکر میکنم مفید واقع بشه. و میکروفون خدمت شما خانم ها، سپیده و راهله جان. سپیده جان فکر میکنم شما هم اول صحبت بکنید، من نمیخوام چیزایی بگم که شاید شما آماده کرده باشید. بعد مثل این که من دیدم یه سوالی هم هست، شاید بهتر باشه اگر سوالی هم هست سوالا رو هم بگیریم و با اون اساس پیش بریم. سلام به همگی. البته من چون کار اصلی من شعر هست، در واقع توی یعنی این بحث زنان و سیاست رو اومدم یک مقداری در نوشتار زنانه که در واقع انقلابی بوده در ساحت نوشتار و کاملا هم یک دیدگاه سوسیالیستی و ضد سرمایه‌داری پشتش هست. من اومدم سعی کردم اون رو شرح بدم، یه مقاله قبلا نوشته بودم. حالا نمیدونم راهله جان اگر شما زودتر صحبت کنین بعد من این مبحث، چون فکر نمی‌کنم مباحثمون با هم تداخلی داشته باشه. هر جوری که شما صلاح میدونید. صحبت کنین، واسه خوشبختانه تداخل نداره چون من تو زمینه تداخل نداره. من این رو بله چون من میگم کار اصلیم شعر هستش، ترجیح دادم که تو همون حوزه اینجا مطلبی ارائه بدم. من نمیدونم فقط چطور به اشتراک ببینم میتونم بذارم صفحات رو که اینجا دوستان هم ببینن وقتی من توضیح میدم صفحات این مقاله رو بتونن ملاحظه کنن. کل مقاله رو نمیخونم چون مقاله خیلی طولانی نوشته بودم، اما یه بخشایش رو که مرتبط میتونه باشه با موضوع اینجا میخونم ببینم اگه بتونم شیر اسکرین کنم. من که نمیذارن شیر کنیم، حالا اشکال نداره، من از روش سعی میکنم یه توضیحاتی بدم، ولی اگر میشد شیر کنیم خیلی بهتر بود که شما سفرم میدید. بله، این در واقع این مقاله من عنوانش بود نوشتار زنانه یا انقلابی در ساحت نوشتار. خب اینجا این مبحثی مبحث تخصصی تو حوزه ادبیات، ولی اصلا اون مباحث سطحی که مثلا فمینیست های لیبرال مطرح میکنن اصلا در این زمینه صدق نمی کنه. یعنی کاملا یک نگاه ضد سرمایه داری پشت مبحث نوشتار زنانه هست و هلن سیکسو تئوریزش کرده و جولیا کریستوها، که خب هلن سیکسو اصلا خودش هم در واقع از فمینیست های سوسیالیست هستش. خدمت شما عرض شود که من این رو به این دلیل اینجا توضیح میدم که ببینیم که در واقع سرمایه داری و ساختارهای سرمایه دارانه چطور حتی بر نوشته های زنان تأثیر میذاره. یعنی اینکه نه فقط بر زندگی بیرونیشون، که حتی اون چیزی که
می نویسن، اون چیزی که به شکل نوشتار در میارن هم میتونه روشون تأثیر بذاره. من یک سری شعرهایی رو هم تو این یک دو تا شعر بودش که ترجمه کرده بودم از شاعران زن از دهه های گذشته در واقع زبان انگلیسی، که حالا میشه تحول ها رو اینجوری دید. در واقع مثلا یکی از شاعران معترض زن به شرایط روزگار خودش در سال در واقع اسمش بوده الیزابت برت برانینگ. خب این میاد یک رمان شعر مینویسه، یه چیزی که در واقع رمانی است که منظوم بوده، رمانی است که به شکل شعر نوشته شده به نام اورورالی. این سال 1856 میلادی منتشر میشه، یعنی قرن 19. بعد ببینید که مثلا تو اون میاد چه به چه شکل اعتراض خودش رو به اون مردسالاری اطرافش بیان میکنه. میاد یک شخصیتی رو تعریف میکنه تو این رمان، یعنی نقش اصلی رمان یک زن شاعر هست، یک زن شاعر بلند پرواز هست به نام در واقع اورورالی این شاعر. بعد توی این میاد مثلا نشون میده که این خب یک سبک زندگی نامتعارفی داشته نسبت به زنان زمان خودش. بعد حتی پسر عموش که مثلا ازش خواستگاری کرده و قصد ازدواج باهاش داره هم میاد این رو سرکوب میکنه به خاطر اینکه شاعر هست، نه سرکوبش میکنه. یعنی همشون شخصیت های اون رمان هستن. ببینید چقدر جالبه تو قرن 19 هم یک مثلا نویسنده به فکرش رسیده که یک رمان شعر به این شکل بنویسه و اعتراضش رو از زبان اون شخصیت که یک شاعر زن هست بیان کنه. بعد مثلا دیالوگ پسر عمو با این شخصیت رو اینجور من ترجمه کردم، اون تیکش رو، چون یک شعر خیلی بلند بود این. ولی مثلا ببینید پسر عمو چطور تحقیر میکنه اون زن رو که شاعر هست. برگشته بهش میگه که بادا که جهان به هر گونه که هست بی آن که به فهمیش بر جای ماند، بی آن که از تو اثر پذیرد، و از زنان چون تو فقط زن، و از زنان چون تو فقط تن و شهوت. بادا که مادرانی واله به ما ارزانی دارید و همسرانی پاک دامن، مریمانی والا مقام و قدیسانی جاودانه زن، لیک از شما مسیح پدید نیاید و هر آینه شاعری نیز نباید. من اینو این تیکش رو ترجمه کردم به فارسی که الان در واقع براتون خوندم. این در واقع لحن تحقیرآمیز اون مرد با این زن شاعر بود، که یعنی اصلا تو چرا شاعر هستی؟ از شما حتی مسیح هم پدید نمیاد، شاعر هم از شما پدید نمیاد، شما فقط زن هستید و فقط باید بزایید برای ما. این نگرش که به چشم خواننده امروزی، خب الان خواننده امروزی وقتی اینو میخونه به نظرش میاد که چقدر ادبیات جنسیت زده وحشتناکی این مرد به کار برده برای اون زن. تا قرنی پس از اون هم، یعنی فکر کنیم که این اواسط قرن 19 هم این رو نوشته، تا یک قرن پس از اون، یعنی حتی تا اواسط قرن 20 هم این نگرش بر شعر جهان حکم فرما بوده. تا اینکه موج دوم فمینیست در دهه‌های 60 و 70 میلادی شروع میشه و یک نقطه عطفی میذاره حتی بر ادبیات زنان و نوشتار زنان. یعنی زمانی که زنان در واقع نبرد خودشون رو برای حقوق برابر آغاز میکنن، شاعران و نویسندگان زن هم در خلال همون نبرد به خلق ساختارهای دست میزنن که از اساس ادبیات رو یه شکل دیگه ای میکنه. هلن سیکسو که خب تئوریزه میکنه بعدها این حرکت زنانه رو در نوشتار، میاد تئوریزش میکنه، این حرکت وجود داشته، میاد تئوری بر اساسش مینویسه، میاد توی در واقع رساله به نام خنده مدوسا این همانی سیاسی ادبی رو که در واقع هم در سیاست و اعتراضات زنان و مبارزاتشون اتفاق افتاده هم در نوشتارشون در ادبیاتشون، این همانی رو میاد بدین سان تئوریزه میکنه. زنان باید با حرکت شخصی خودشون به همان گونه که در تاریخ و در جهان در تاریخ و در جهان می نهند، در مردها هم این رو بگذارند. خب یعنی همون حرکت شخصی رو بیان تو متنشون هم بذارن، همون چیزی که تو تاریخ و مبارزاتشون دارن می ذارن. بعد سیکسو میاد توی یه رساله دیگه به نام عقد کردن یا گردن زنی، این خیلی رساله مهمه و کاملا
ضد سرمایه، ضد نظام سرمایه‌داری است و نشون میده که چطور نظام سرمایه‌داری حتی رو نوشتار زنان تاثیر میذاره. یا توی رساله اخته کردن یا گردن زنی میاد یه پرسش زنانه از تاریخ میکنه، میگه که در واقع میگه زن کجاست؟ آیا اصلا چیزی به عنوان زن در تاریخ وجود دارد؟ او از جایگاه زن سخن میگوید، البته اگر زن در جایگاهی واقع شده باشد. بعد ما اینجا حالا ادامه اون رساله رو من خواهم گفت، ولی وسطش یک مثال براتون میارم از یه شعری که در واقع این هم یک مجموعه شعری بوده به نام آیا زنان از مردمند، در واقع تایید همین صحبت سیکسو هست که میگه که اصلا زن، چیزی به نام زن در تاریخ وجود دارد. یک مجموعه شعری هستش بعدن به نام از آلیس دورمیلر سال 1915 چاپ میشه که توش میگه، عنوان مجموعه شعر اصلا اینه، آیا زنان از مردمند. بعد میاد در واقع این ادعای سیکسو تو اون تایید شده، با اینکه سیکسو سالها بعد اون رساله ها رو نوشته، ولی در واقع توی همین مجموعه شعر این ادعا تایید شده. و یه شعر طنزی توی این هستش که این شعر طنز یه تاثیر بزرگی بر جنبش حق رأی زنان تو آمریکا میذاره و اصلا به عنوان سود کارزار حق رأی پیشنهاد میشه. یه شعر طنز آلیس دورمیلر هست، اینم ترجمه کردم براتون میخونم. میاد در واقع زنا رو، یعنی ببینید زنا رو به چه شکل در آورده بودن. رفیق مرجعی لطفاً میکروفونتون رو ببندید. برای کنید لطفاً میکروفون رو ببندید. The table is free. ببخشید دوستان، سپید جان ببخشید، بفرمایید. خواهش میکنم. توی مثلا همین آمریکا که نظام سرمایه‌داری از دیرباز حاکم بوده، ببینید مثلا تو اون دهه ها این میاد چه شعری میگه، نشون میده که زنها به چه شکلی در اومده بودن. حتی وقتی میخواستن اعتراض کنن، زنها در واقع نمیتونستن بگن که با چه چیزی مخالفن، اصلا باید همیشه سکوت میکردن و در واقع مخالفتشون رو اصلا نمیتونستن بیان کنن. این شعر مفهومش اینه و این شعر به این شکل هست. ببینید یک شعر طنز هست، میگه ما در پیکاریم، شک داری در کارزاری ساکت و آرام که کسی چیزی از آن نمیداند و امیدواریم که نداند. کسی نمیداند ما مخالف چه هستیم و امیدواریم که نداند. ما خیلی خانمیم و خاموش، این سو به یک اشاره و آن سو به پچپچه‌ای، نه سخنرانی نه نوازندگانی نه شورش و نه اختشاشی. حرف در خود چاپ هم نداریم، کسی نمیداند ما مخالف چه هستیم، چون هیچ حرف در خور چاپ نداریم. روزی می آید که در خلوت محض، در نقطه‌ای در دور دست، اما با خانه هامان در شباهت محض، به تلویح چیزی بگوییم. ما مخالفیم که چیزی از مخالفتمان بدانیم. کسی نمیداند ما مخالف چه هستیم، آنچه نامش چیزی از مخالفتمان بدانید است. این شعر طنز آلیس دورمیلر بود. بعد اینجا در واقع کامل سیکسو شرح میده، در واقع تئوریزه میکنه این مبحث رو. میگه سیکسو میاد در واقع یک سری مثال های رو موضوع بازتر میکنه هلن سیکسو، و از جمله در مثالی که به مقایسه اقتصاد مردانه و زنانه دست میزنه، میگه اقتصاد مردانه نظامی است که بر پایه تلقین و آموزش بنا گرده است. یعنی این اقتصاد همواره موضوعی آموزشی است و این آموزش تلاشی را در بر می‌گیرد که قصد آن را دارد تا به اجبار سربازی از جنس زن تولید کند. در این مورد مجازات تعیین شده در قبال بی‌نظمی زنانه به خاطر صدای قهقهه‌اش و ناتوانی او در جدی گرفتن صدای ضرب طبل گردن زنی است. یعنی به این شکل زنان رو تنبیه کنند در اون اقتصاد مردانه، یا همون اقتصاد مردسالاری سرمایه‌دارانه باید در نظر بگیریم دیگه، که کاملا سربازی از جنس زن تولید میکنه. هم متوجه هستیم دیگه که زنان رو میارن در واقع توی
محیط های کار با دستمزدهای بسیار کمتر از مردان استثمارشون میکنن و زن اگر بخواد خودش باشه و اون بی‌نظمی های زنانه رو داشته باشه، اون وجود زنانه خودش رو داشته باشه، محکوم به گردن زنی است در چنین اقتصادی، یعنی عملا حذفش میکنن. حالا من اومدم توی همین حرف سیکسو رو تو ادبیات هم اومدم تعمیمش دادم، یعنی گفتم وقتی ما میتونیم رابطه تنگاتنگ اقتصاد رو با سیاست و فرهنگ و هر آنچه ذیل فرهنگ میگنجد منکر شویم؟ اگر نه، اگر نمیتونیم منکر بشیم، پس پاراگراف سیکسو رو میتونیم به این شکل هم بنویسیم، یعنی بیایم به جای اقتصاد ادبیات رو اصلا بذاریم، چون خود سیکسو هم بعدش توضیح میده که اقتصاد روی ادبیات چه نقشی داشته، اقتصاد سرمایه‌دارانه. ببین، ادبیات مردانه نظامی است که بر پایه تلقین و آموزش بنا گرده است، یعنی این ادبیات هموار موضوعی آموزشی است و این آموزش تلاشی را در بر میگیرد که قصد آن دارد تا به اجبار سربازی از جنس زن تولید کند. در این مورد مجازات تعیین شده در قبال بی‌نظمی زنانه به خاطر صدای قهقهه‌اش و ناتوانی او در جدی گرفتن صدای ضرب طبل گردن زنی است. من اینجا جایگزین اون اقتصاد ادبیات رو کردم. حالا توضیح میدیم که چرا اصلا این کار کردیم. به این طریق میتوانیم بفهمیم که وقتی از دیگر شدن ادبیات سخن میگوییم، این دیگر شدن صرفا به حرف نبوده، بلکه در همه چیز این ادبیات رخ داده، یا به قول آلیس دورمیلر نامرئی و نامحسوس نبوده که کسی متوجهش نشه، یعنی حتی معلوم نشه ما مخالف چه چیزی هستیم. جامعه رو در نظر بگیریم که از نظر ساختاری آماده تغییر نباشه، ما یک مش حرف رو تو دهنش بذاریم، خب اون وقت تغییر در حد شعار باقی میمونه. برای شعر هم همینه. شعر باید در واقع اگه فقط در اون حرف زنانه بذاریم، تغییری توش اتفاق نمیافته، متن زنانه خلق نمیشه. سیکسو میاد تو رساله های خودش از تغییر ساختار صحبت میکنه. ما باید کلن اون ادبیاتی که به ما تلقین شده که فقط همین ادبیاته، در واقع زبان سلطه اومده به ما تلقین کرده که فقط همین ادبیاته، فقط همین شعره، اون رو کلن کنار بذاریم، ادبیات خودمون رو خلق کنیم. اون وقته که نوشتار زنانه خلق میشه. تو ساختار دیگه ای اصلا باید خلقش کنیم، نه که فقط حرف زنانه بزنیم، اشکال دیگه ای رو. سیکسو میگه اشکالی بسیار زیباتر از اشکالی که در چارچوب ها و قواعد محصورند ما باید خلق کنیم. و بعد حالا این توضیح میده که اینجا چه چیزی مانع این اشکال هست. مانع در واقع خلق این اشکال زنانه در ادبیات هست. سیکسو به درستی میاد توضیح میده، میگه به تشکیلات ابلهانه سرمایه داری ارجاع ما میدهد. سیکسو در همین مقاله در واقع اخته کردن یا گردن زنی میاد تشکیلات ابلهانه سرمایه داری رو مسئول این میدونه که ما زنان نمیتونیم اون شکل‌های ادبی که خودمون میخوایم رو خلق کنیم. چطور این کار رو میکنه تشکیلات ابلهانه سرمایه داری؟ اون در واقع اون تشکیلات در جایگاهی نشسته که ما رو از زنان نوشتن باز میداره. اون تشکیلات ابلهانه سرمایه داری که توش ناشران در واقع حافظان و چاپلوسان متحکمی هستن که از طریق اقتصادی علیه ما کار میکنن، سرکیسمون میکنن، و این تشکیلات از نسلی به نسل دیگر رسیده. خوانندگان حق به جانب، خوانندگان ادبیات، خوانندگان حق به جانب و از خودرازی، سردبیران تحریریه ها، رؤسای بزرگ شرکت ها، اینا همشون اون ادبیاتی که خلاف اون چیزی که تشکیلات ابلهانه سرمایه داری که ناشران و تمام صنعت نشر رو هم تحت شعاع قرار میده، اگر چیزی خلاف اون خلق بشه رو کامل سرکوب میکنن. اینجوریست که نظام سرمایه داری جلوی خلق حتی نوشتار زنانه رو میگیره، نه فقط در واقع جلوی حقوق برابر زنان و مردان، حتی در ادبیات هم جلوی خلقش رو میگیره. و در یک کلام در واقع تمام اون افرادی که تو این تشکیلات در واقع نقش دارن، توی در واقع ثبات یافتن تشکیلات سرمایه‌داری نقش دارن، اینا یک عمر هم مروج ادبیات جریان اصلی بودن، یک عمر سرزنشگر هر نوشتاری که قواعد اون ادبیات جریان اصلی رو برهم بزنه. همونا متون حقیقی زنان رو دوست ندارن. سیکسو اینو میگه متون حقیقی زنان رو اینها دوست ندارن و این دیگر شدن ادبیات رو دوست ندارن. و این گونه است که ما در واقع میبینیم که حتی بر کار شاعران زن و نویسندگان زن
این نظام سرمایه‌داری تأثیر منفی خودش رو میذاره. یعنی جلوی خلق ادبیاتی که شکل‌های زنانه داشته باشه، در فرمی ارائه بشه که فرمش زنانه باشه، نه فقط مفهوم زنانه، فقط حرف زنانه توش بزنیم. مثلا شعر فروغ فرخزاد توش حرف‌های زنانه زده، اعتراضات خودش رو کرده، اما ساختار همون ساختاریه که در واقع ادبیات جریان اصلی به ما تحمیل کرده. ساختار سپید نیمایی هست که همون ادبیات جریان اصلی به ما تحمیل کرده که این شعر هستش. خب و اینها همش در واقع داره در واقع از همون نظام مهسالاری سرمایه‌داری میاد. یعنی اینکه ما اگر بیان یه متن خلق کنیم که اینها به عنوان شعر به رسمیت نشناسنش، خب چاپ هم نمیشه، در نتیجه اون زن اصلا نمیتونه آثار خودش رو ارائه بده. یعنی اینها باید حتما ما در همون قالب‌های همیشگی که اون نظام برای ما تعیین کرده ادبیاتمون رو خلق کنیم. خارج از اون اگر خلق کنیم، خارج از در واقع اون قالب هایی که در واقع نظام سرمایه‌داری نشر و تحریه ها و سردبیران مجلات و همه اینا در کنار هم برای ما تلقین کردن که فقط همین قالب ها باید ادبیات باشه، خارج از اون اگر چیزی خلق کنیم، محکوم به نابودی است، محکوم به منتشر نشدنه. و این جوریه که خدمتتون عرض کردم دیگه، نظام سرمایه‌داری حتی بر نوشتن زنان هم تأثیر میذاره. من اینجا دیگه خلاصه کردم، دیگه بقیه مقاله رو نمیخونم چون خیلی طولانیه، ولی گفتم که اگر سوالی چیزی هم بدن بود حتما در خدمتتون خواهم. مرسی، مرسی سپید جان. من گفتم من گرداننده نیستم، هر کدوم از شما عزیزان میتونید میکروفون رو باز کنید، ولی رفیقی توی چت نوشتن که سپید جان رو معرفی کنید. ولی من انقدر سپید رو به خودم نزدیک میدونم فراموش کردم معرفی کنم. سپیده عزیز متولد خوزستان شهر اهواز، مهندس شیمی هستن ولی شاعرن، چندین کتاب نوشتن، چندین ترجمه دارن از ادگار آلن پو و عضو هیئت داوران بنیاد ژالی اصفهانی بودن. سپیده جان در روزنامه و مجلات روزنامه های نوروز، پاس نو، وقایع اتفاقیه، اعتماد ملی، کارگزاران و مجله های نافع، عصر پنجشنبه، بخارا مطلب داشته و فکر میکنم نمیدونم سپید جان بسنده میکنه این معرفی. اگر چیزی موازات برون است که شما بگین مایلی بشنویم. من خواهش میکنم دنا جانم، من همین اصلا نیاز به معرفی نیستش، ما من شاعرم هم مترجم دیگه. بله خیلی هم خوب، عالی، چه خوب که شما رو داریم. راحل جان بفرمایید، شما رو بشنویم. میکروفون بسته است راحل. معرفی نمی کنی رفیق راحل رو؟ بله راحل جان خودشون معرفی کنن. راحل جان بفرما، خواهش میکنم. بعد مجدداً سلام میکنم، تشکر میکنم از خانم نسیم موافقی عزیز و همه سپیده جان از صحبتش. راحل شما خوب نمیاد رفیق راحل. راحل جان نزدیکتر باید بشین به میکروفون. الان بهتره؟ بله خیلی، یه خورده بهتر شد ولی اشکال دارم چنان، یه خورده بهتر شد. متاسفانه میکروفون من از این بلندتر دیگه نیست، حالا امیدوارم که بلند صحبت کنم. بله خب واقعیتش اینه که وقتی که رفیق داریوش گفتن که موضوع جلسه امروز زن و سیاست هستش، من فکر کردم که خب زن و سیاست یعنی که ما بیشتر در رابطه با نقش خاص زنان در سیاست صحبت بکنیم. بعد این برام مطرح شد که خب منظور از باز سیاست چی هستش؟ این در به طور کلی در سیاست رو اگر ما یک شکلی یکی از علوم اجتماعی به اصطلاح مد نظرمون باشه که توجه به تغییرات اجتماعی هستش و مجموعه به هر حال روش هایی که برای به هر حال تغییرات اجتماعی و سازماندهی اجتماعی و سیاست‌گذاری‌ها کلاً اعمال میشه. خب من فکر می‌کنم که هم زنان هم مردان هر دو تاشون به هر حال در زندگی روزمره خودشون به شکل‌های مختلفی با سیاست درگیر هستند و
طبیعتاً زنان تو دنیا همیشه خواب پای مردان در به اصطلاح تحولات سیاسی نقش داشتن. تمام تحولات اجتماعی سیاسی با همراهی مردان و زنان صورت گرفته و نقش خیلی سال برجسته‌ای هم زنان داشتن. یعنی شاید هیچ مبارزه اجتماعی وجود نداشته باشه که توش زنان دخالت نداشته باشن، با تمامی معضلات و مشکلاتی که براشون وجود داشته و مسئولیت‌های زیادی که دارن، ولی همیشه به هر حال یه بخشی از اون بودن. ولی مسئله اینجاست که آیا موضوع بیشتر حالا نقش زنان تو سازمان‌های سیاسی هستش، گروه‌های سیاسی هستش؟ فکرم شاید با توجه به اینکه من یک فعال سیاسی البته الان منفرد هستم، ولی خب تجربه کار تو تشکیلات‌های متفاوت رو داشتم، شاید بتونم یه ذره از این تجربه خودم صحبت بکنم. ببینید، واقعیتش این هستش که کار سیاسی توی تشکل‌ها یه کار به اصطلاح جمعی هستش و وقتی داشتم به این فکر می‌کردم که خب واقعا اگر بخوام خیلی بدون حالا پیش‌داوری و اینها این مسئله رو بررسی بکنم، شاید برم یه ذره یه تحقیقاتی رو که در رابطه مثلا به فرض حالا تفاوت‌های توانمندی‌های زنان و مردان در کار جمعی هستش رو نگاه بکنم. یه کمی وبسرچ کردم، چه می‌دونم از این چت جی‌پی‌تی پرسیدم و اینها و دیدم که خب هیچ تحقیقی نشون نمیده که زنان توی مثلا به فرض کارهای جمعی به هیچ وجه ضعیف‌تر از مردان باشن. خب این به نظرم اومد که اگر اینطور هستش، خب پس این نمیتونه معضلی باشه که موجود شده باشه ما اینقدر به اصطلاح وجود زنان رو در تشکل‌های سیاسی کم رنگ‌تر ببینیم. بعد فکر کردم خب میتونه عوامل دیگه باشه، مثلا شاید زنان مثلا به هر حال توی آگاهی سیاسیشون کم‌تر باشه. رفتم باز اینو و اساس تحقیقاتی که هست نگاه کردم و هیچ تحقیق علمی وجود نداره که نشون بده که زنان از نظر آگاهی سیاسی از مردان عقب‌تر هستن، ضعیف‌تر هستن، آگاهی سیاسیشون کمتره. پس اینم که مثلا مسئله نیستش. پس به چیزای دیگه‌ای که بهشون پرداختم این که خب سیاست یه چیز سیالی هست و نیازمند این هستش که به هر حال اون تحلیل مشخص بکنه آدم از اون شرایط مشخص، و نمیشه با یه ایده خیلی جامدی کارهای سیاسی وارد شد. و اگر ما میخوام تو تشکل‌های سیاسی فعالیت داشته باشیم که کلا تو تحولات اجتماعی نقش خیلی فعالی داشته باشیم، همین باید اون از اون دید سیال و برخوردار باشیم و این منطبق کردن خودمون با تحولات. بعد باز دوباره تو این مورد دنبال یه سری مثلا رفتم دوم سراغ یه سری بگم پیر ریویوت مثلا تحقیقاتی که بار علمی چیز دارن، یعنی اعتبار علمی دارن، اینا رو هم نگاه کردم که میشه گفتش که زنا آیا مثلا به فرض مشکل تر با تغییرات اجتماعی خودشون همراه میکنن. هیچ کدوم از تحقیقاتی که توی این زمینه ها شده نشون نداده که زنها مثلا چه میدونم خودشون رو نمیتونن با تحولات خوب منطبق بکنن. و خب با تمامی این احوال، یعنی واقعیتش این هستش که با اینکه زنان به مسائل سیاسی توجه دارن، یعنی سیاست یه بخشی از زندگی همه زنان هستش، به خصوص حالا طبیعتاً اون چیزی که مد نظر ما هستش سیاست در کشور خودمون هستش که میدونیم ما الان تو ایران سالها یه سالی که حتی لباس پوشیدن زنها یه چیز سیاسیه، نمیدونم همه چیزشون الان سپیدوجان در رابطه با مثلا سیاست و فرهنگ و شعر و ادبیات صحبت کرد، یعنی همه چیز به هر حال به یه شکلی به سیاست مربوط میشه و زنان به هر حال تمامی زمین‌ها همیشه فعال بودن. ولی خب چرا چه توی ایران و چه اصلا تو کل دنیا نقش زنان توی تشکل‌های سیاسی کم رنگ‌تره و تقریبا
توی تحقیقی که دیدم که به طور کلی تو دنیا زنان 24% فکر میکنم آمار داده بود که توی مثلا کلن سازمان های توی تشکلات یا به اصطلاح ارگان های سیاسی نقش دارن و البته این باز کشورهای متفاوت مختلف متفاوت هستش، یعنی چه وقتی صحبت میکنیم چه کسانی که در قدرت هستن و به اصطلاح سیاست مدار هستن و در قدرت هستن، چه اونایی که به هر حال تو سازمان های سیاسی فعالیت میکنن، ما میدونیم که درصد زنان بسیار پایین تر متاسفانه. خب دلایل خیلی زیادی میتونه این مسئله داشته باشه، اینکه به هر حال هممون میدونیم که حداقل سیستم سرمایه داری، البته قبلش هم سیستم های قبلی هم که داشتیم از شاید از سرمایه داری هم بدتر بوده سیستم فئودالی و اینها، ولی به هر حال هزاران شاید سال هستش که جوامع به هر حال جوامع مردسالار بوده و جوامع مردسالار طبیعتاً زن به شکلهای مختلفی از حقوق خودش محروم شده و مدام در تبعیض در واقع مورد تبعیض قرار گرفته و این میتونه خب خیلی در به اصطلاح اعتماد به نفسش نقش داشته باشه و یه به هر حال یک بستری رو ایجاد کرده باشه که توش کار سیاسی زنان توی تشکلهای اجتماعی رو دشوار بکنه. من با تجربه‌ای که خودم توی تشکل‌های سیاسی مختلف داشتم به نظرم اومد که دلایلی که وجود داره که کار زنان توی تشکل‌های سیاسی دشوار میشه، یکی این هستش که خب طبیعتاً واقعیتش این هستش که علارغم این که در مجموع ما میدونیم که بین زنان و مردان از توانمندی از هر نظری که فکر بکنیم شاید هیچ اختلاف عمده وجود نداره و در واقع چند ذره هوشی چند ذره توامندی های دیگه زنان و مردان همسط هستن ولی خب در اگه بخوایم به جزئیاتش نگاه بکنیم یه تفاوت هایی مثلا توی نحوه ممکن اکثر مردان و اکثر زنان وجود داشته میشه، مثل اینکه مثلا زنان بیشتر به جزئیات توجه بیشتری دارن، یعنی اینکه کلن اگر توی اون تفاوتهایی که بین کارکرد مغز زن و مردم مطالعه کردن دیدن که مثلا به فرض بخش کلامی که یا بخشی از مغز که توجه به جزئیات داره یک کمی به نظر میاد که پیشرفته تر به نسبت به مغز مردان و اینکه زنان میگم توجهشون به جزئیات بیشتره و مردان یه دید کلی‌تری دارن. حتی تحقیقاتی هم که در رابطه با این که وقتی زنانی وارد کار سیاسی میشن یا مثلا به فرچه میدونم توی پارلمانی انتخاب میشن اینا توجهاتشون با هم دیگه چه تفاوت‌هایی داره، یه تحقیقی دیدم که نوشته بود که در بیشتر مردان به مسائل عمومی کلی مثلا به مسائل سیاسی دنیا در یک شکل خیلی ماکروی توجه دارن و به مسائل اقتصادی بیشتر در شکل کلی ترش، ولی زنان به مسائل جزئی تری توجه دارن، مثلا حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، مسائل رفاه اجتماعی، خانواده و بیشتر به مسائل جزئی مثلا اجتماع بیشتر توجه نشون میدن و فکر کردم که شاید یه بخشی از این که کار توی این سازمان های سیاسی برای من حداقل با تجربه خودم دشوار بود این بود که به یه شکلی این رو میدیدم که خب خود من هم مثلا به جزئیات توجه بیشتری شاید داشتم و البته این توجه به جزئیات و کلیات این خیلی بحث خیلی مهمی هستش که آیا بهتر توجه به کلیات بشه یا به جزئیات. واقعیتش اینه که ما اگر باز دوباره بخوایم نگاه بکنیم به سیر تحولات می‌بینیم که همیشه خیلی مؤثرتر مفیدتر هستش اگر ما یک دید ماکرو و میکرو رو با همدیگه به اصطلاح همراه داشته باشیم، یعنی هم به شکل کلی به تحولات نگاه بشه هم به جزئیات پرداخته میشه. اصلا
کسایی هستن مثلا متفکرینی که مثل پروفسور چارلز وولف که من خیلی ازش به اصطلاح همیشه صحبت میکنم و بهش خیلی علاقمند هستم، بحث میکنه که یکی از دلایل مثلا به فرض مشکلاتی که به هر حال توی اتحاد شوروی یا چین کلا توی کشورهایی که یه فرمی از سرمایه‌داری توش داخل یه فرمی از سوسیالیسم توش تجربه شد این بود که یک نگاه خیلی ماکرو وجود داشت و یک نگاه میکروی وجود نداشت و همیشه کمباین کردن و ترکیب کردن این دوتاست که میتونه ما رو به اون چیزی که میخواییم برسونه. حالا این یه بحث متفاوتیه ولی به هر حال نیاز به یک نگاه همراه کردن یک نگاه ماکرو و یک نگاه میکرو با همدیگه خیلی ضروری هستش برای دیدن برای داشتن یک به اصطلاح نگرش جامع و همه جانبه. و خب متاسفانه این چون ما این رو به نظر من نداریم، یعنی وجود زنان توی فعالیت‌های سیاسی کمرنگ‌تر هست، توی تشکل‌های سیاسی رو بخشید کمرنگ‌تر هستش، شاید خب این توی کل اون نگرش واقعا جامعی که هم اون دیکتیو ماکرو میکرو با هم دیگه ترکیب بکنه هم ما میدونیم که این نقص تا حد زیادی وجود داره. دیگه این که تجربه کار مثلا سیاسی که من خودم داشتم این بود که تشکل ها من فکر میکنم که خیلی راحت تر هستش برای زنانی کار کردن که یک به هر حال بیشتر حرکتشون بیشتر منطبقه با اون حرکتی باشه که جامعه مرد سالار سرمایه‌داری بهش عادت کرده. اینکه مثلا زنان از توی جوامع سرمایه‌داری می‌بینید بیشتر نقش تدارکاتچی دارن، نقش چه می‌دونم به اصطلاح این بهشون تحمیل میشه که بیشتر پیرو باشن و نمیتونن در واقع نمیتونن، یعنی منظورم اینه که بهشون اجازه داده نشده برای سالهای زیادی تا یه حدی هم این به هر حال به یه شکلی انگار عمل کرده دیگه که نمیتونن مثلا به فرض نوآوری بیارن. مثلا وقتی ما در مورد سیاست صحبت میکردیم، من صحبت میکردم گفتم که سیاست یه چیز سیالیه و مستلزم اینه که آدم ها خودشون رو به روز بکنن و خواهی زنان توی این مورد چیزی ندارن. این مثلا یه چیزی که ما میبینیم مثلا به فرض مود یه چیزیه که تغییر میکنه توی زمانهای مختلف. زنان خیلی خودشون رو با مود شاید بهتر از حتی مردان به اصطلاح منطبق بکنن، ولی میبینیم که اونای کسایی که مود رو دیزاین میکنن بیشترشون مرد هستن تا زن. و چرا؟ شاید این به خاطر اینکه تغییر دادن یه فرم یک مودی که الان جا افتاده نیازمند این هستش که یک اون جسارت و جرأتی وجود داشته باشه که اون چیز قبلی کنار گذاشته باشه یک مود جدیدی به اصطلاح مطرح بشه. به همین شکل هستش که تو جریان‌های سیاسی هم یک چیزی رو بهش عادت دارن و به اصطلاح یک فرمی که فرمی هستش که حالا مثلا مردایی که بیشتر تو این تشکل‌های سیاسی بهش عادت کردن اون رو به چالش کشیدن نیازمند این هستش یک سری به هر حال فرم‌ها رو به چالش کشیدن و یک مقدار به هر حال خلاقانه و به اصطلاح متفاوت با مسائل برخورد کردن. معمولا این سازمان‌های سیاسی اصل سیاسی که من باشون کار کردم متأسفانه احساس کردم اینم توش خیلی ضعیف هستش و عادت انگار ندارن به اینکه یک زن مثلا خلاق یا یک زنی که به هر حال از این جرأت و جسارت برخوردار باشه که در واقع نخواد فقط تدارکچی باشه، نخواد فقط به قول معروف دنبال روی مردان باشه. معمولا پذیرش این دشواره و واقعیتش رو بخواید من فکر میکنم اگر توجه هم بکنیم تعداد زنایی که خیلی مستقل فکر میکنن و به اصطلاح فقط تدارکاتچی نیستن توی تشکل‌های سیاسی که ما داریم خیلی کم دنگتره. حالا کلا تعداد زنها خیلی خیلی محدوده، بعد زنهای مستقل و خلاق و زنهایی که به اصطلاح بتونن به چالش بکشن میگم واقعا عملا اون فرم کار رو هم خیلی محدودتره. شاید یه مقدارش به خاطر این هستش که ماها خیلی خوب تمرین نداریم که اونو چجوری پیش ببریم و به هر حال چون
مدام در مورد تبعیض قرار گرفتیم، زنان نسبت به خاطر اینکه کلن برای سالیان سال بهشون تبعیض روا داشته شده حساسیت بیشتری دارن و شاید اینکه یک حرکتی، یک برخوردی که یک مقداری توش احساس بکنم که یک دور تبعیض وجود داره ممکن تأثیر بیشتری روشون بذاره و اون ممکنه یه مقدار تأثیر بذاره توی خب نحوه برخورد شما مسائل. و برعکس مردم مثلا در واقع انگار عادت کردن به این که عادی هستش و خب عادت دارن که بیشتر با زنانی که تدارکاتی هستن و پیرو هستن راحت تر کار بکنن تا زنانی که اونها رو به چالش بکشن. و متاسفانه اینا موانعی بوده که هم کار زنان رو در تشکل‌های سیاسی در واقع دشوار میکنه و هم میگم میتونه تأثیرات خودش رو توی مثلا تفکری که داره پیش میده یعنی توی این تشکل‌های سیاسی بذاره. یعنی واقعیتش این هستش که با وجود اینکه به هر حال ما احزاب گروه ها سازمان‌های متفاوتی داریم از راست تا چپ توی طیف خیلی وسیعی که برای سالیان سال فعالیت میکنن، ولی خب احساس میشه که الان تو جامعه اونجوری که باید تشکل‌های سیاسی نقشی واقعا تو این تحولات اجتماعی ندارن و همشون به یه شکلی حضورشون کمرنگ شده. مردم این جامعه که نیازمند تغییر، نیازمند تشکل، نیازمند سازماندهی و به اصطلاح رهبری به یک فرمی هستش که میتونن سازمان‌های سیاسی توش نقش داشته باشن، متأسفانه می‌بینیم که این خیلی کمرنگ هستش. و من فکر می‌کنم همین کمرنگ بودن حضور زنان به دلایلی که جمع‌هایش اشاره کردم میتونه یکی از اونها باشه. و خب طبیعتاً ببینید واقعیتش این هستش که به هر حال این سیاست هم یک علم پیچیده‌ای هستش. یه چیزی هم که فکر می‌کنم باید الان بهش اشاره بشه اینه که پیچیدگی های اونو وقتی دادم وارد جریان سیاسی میشه شاید اول نفهمم. مثلا من خودم برای سالها بیشتر مثلا فکر می‌کردم مثل یک فعال حقوق بشری ذهن خودم کار می‌کردم. یعنی فکر می‌کردم دفاع از حقوق زندانیان، نمیدونم مسئله به هر حال اینکه یه شرایط دیکتاتوری کشور ما حاکمه و باید از حقوق کارگران به طور کلی دفاع کرد، از حقوق زنان، از حقوق اقلیت‌ها و یه چیزی رو بیشتر میگم تو اون چارچوب می‌دیدم. تا اینکه آدم به هر حال وقتی که توی روند قرار می‌گیره، وقتی هر چیزایی مثل این پیش میاد که مثلا من دیروز باهاش مواجه شدم، دیروز شنیدم که یه جایزه از طرف وزارت امور خارجه آمریکا به زنان ایران اهدا شده به اسم جایزه مادلین آلبرایت و این دود از سرم به قول معروف میگم بلند شد که مادلین آلبرایت کسیه که مصاحبهش هستیم برمومد که صحبت میکنه که ازش میپرسن که تو کاری که شما تو عراق کردی قریب 500,000 بچه کشته شدن، خب فکر کنین ارزشش رو داشت؟ ایشون میگه که آره کار تصمیم دشواری بود ولی ارزشش رو داشت. یعنی یه کسی که کشته شدن 500,000 بچه رو مثلا میگه ارزشش رو داشت، و این جایزه به اسم این برای یک زن ایرانی واقعا به نظر من ننگ اگه بپذیره. خب من نتونستم با من یه زن ایرانی اینو بپذیرم. خب این یه چیزیه که نمیتونم نسبت بهش بی‌تفاوت باشم. حالا یه دی فکر میکنن که مثلا چرا اینقدر به مسائل جهانی پردازید، الان مردم خودمون برای نون شب محتاجن و مسائل مثلا چه میدونم زنا سرکوب میشن، بچه ها کشته میشن، الان نگاه کنیم مدارس مسمومیت وجود داره، همه اینا هست و حتما واقعا باید برای اینا مثلا ما توی در اینا تلاش بکنیم و برای اینکه این شرایط تغییر بکنه مبارزه بکنیم، ولی نمیتونیم یه همچین چیزایی رو توی این مبارزه همون نادیده بگیریم. و اینا چیزاییه که پیچیدگی هاش وقتی آدم وارد کار سیاسی میشه بعدا بیشتر میبینه. متاسفانه الان یک جبه ایجاد شده که یک عده‌ای از چه زنان و چه مردان به نظر من انگار با سیاست هم همون نگاه انگار که یک مد هستش. الان انگار که
الان ترنده، الان موده که حالا همه سیاسی باشن، همه به اصطلاح بگن که زنان مثلا بفرمایید جنبش زن زندگی آزادی هست، شما طرفدار زنان هستیم، خواهان آزادی زنان هستیم و بیاید داد بزنید عوض، مثلا ما شرایط عوض بشه و همه سیاسی شدن. کسایی که تا دیروز اگه مثلا بفرمایید ما می‌خواستیم بکشیم بتونیم توی تظاهرات شرکت نمی‌کردن، الان مثلا بلند میشن میرن و تظاهرات شرکت میکنن، خیلی هیجان برشون داشته و با نگاه شاید تحقیرآمیزی حتی به ماها نگاه میکنن که شماها چرا مثلا اون هیجان ما رو ندارید، در صورتی که ما سالهای سال با همین مسائل مبارزه کردیم و مبارزه میکنیم، ولی متوجه هستیم که بعضی موقع این هیجانهای کاذب به خاطر یه چیزایی پیش میاد، مثل همین چیزی که منجر میشه به اینکه به ما زنان ایران جایزه مدلین آلبرایت رو بدن. این به هر حال اگه کسی سالهای سال کار سیاسی کرده باشه بعدا میفهمه که یه چیزی مثل این که در عین اینکه این مسئله جزئی هستش ولی ربطش رو با یه کلیتی میبینه و اون خب کارش رو یه مقدار دشوارتر میکنه. شاید یه ذره از صحبت به اصطلاح چیز شدم، ولی به هر حال این که سیاست یه مسئله پیچیده‌ایه و طبیعتاً ابعاد و جوانب متفاوتی داره و کار سیاسی باز توی تشکل‌های سیاسی و توی تشکل‌های سیاسی که ماها به هر حال تجربه کردیم هم از زوایای متفاوتی میشه بهش برخورد کرد، ولی واقعیتش این هستش که این بستره زندگی تو و رشد توی جوامع سرمایه‌داری مردسالانه توی همه ما تأثیر گذاشته، هم توی ماها که زن هستیم و هم توی مردهای ما و اون عمل کرده و حضور ما رو توی این تشکل‌های سیاسی کمرنگ‌تر کرده و این تأثیرش رو بر مجموعاً بر نقشی که میتونستن این سازمان‌ها و احزاب سیاسی توی جامعه ما داشته باشن متأسفانه نقش منفیش رو گذاشته. یعنی یکی از دلایل کمرنگ بودن یا نقش الان احزاب سازمان‌های سیاسی شاید واقعاً همین باشه و اینکه متاسفانه یعنی بعضی موقع یعنی عملا میگم برای خود من مثلا از این تشکلاتی که کار میکردم عملا نتونستم و یه بخشش رو بعضی موقع میگم شاید این از کم توانی خودم بود، از این که خودم اون حساسیت هایی که نسبت به تبعیض داشتم باعث میشد که خیلی اکسل عملش مثلا شدیدتری داشته باشم تو یک فرمی از حالا تبعیض که احساس کرده بودم، ولی در این حال میگم اون بسترم نبود اگر میخواستم یه چیزی رو متفاوت از زنهای تدارکات چی پیش ببره میدیدن که باش چه چیزی وجود مقابلهی وجود داره و عملا خب خیلی من تنها نیستم، بسیاری از زنان که میخوان و زندگیشون سیاست عملا نمیتونن توی تشکلها کار بکنن و خب این میگم تأثیرش رو هم روی نقش کلی ما در تحولات و تغییرات سیاسی تو جامعه همون ایجاب کرده. بخشید اگه از صحبتم طولانی شد. مرسی. نه مرسی راهل جان، تو چه معرفی کوتاه مسعودت میکردی که داروش خیلی خیالش راحت و مطمئن باشه. رفیقمون راهله پزشک روانشناس هستن، فعال سیاسی و رسانه‌ای که شدیداً فعالیت میکنن، هر هفته برنامه تلگرامی برگزار میکنن، مدیریت ارشد کافه مکس رو به عهده دارن و خب بسیار رفیق نازنینی هستن. اما من از همون پایان میانهای صحبت رفیقمون راهله میخوام شروع کنم. من برعکس نقش زنان رو و زنان رو در سیاست ایران بسیار قدرتمند میبینم. وقتی که مراجعه میکنیم به تاریخ مبارزات زنان در زمان مشروطه تقریبا برمیگرده بیش از یک قرن رو پیش، ما بینیم که زنان اعضای حزب کمونیست و یا زنانی که در جنبش مشروطه شرکت میکنن بسیار با قدرت و بسیار با تسلط بر اوضاع و خواسته هاشون پا به میدون میذارن، تشکیل انجمنهای بسیاری رو میدن، به شکل مخفی خواسته های زنان رو مطرح میکنن. تو این دوران این زنان وارد خیابون میشن و دست به تظاهرات میزنن، به شکل مشخص در سیاست دخالت میکنن. مثلا
یک نمونش اینه که این زنان برای عدم ورشکستگی بانک ها طلاهاشون رو میفروشن. مشخصا از دخالت بیگانه در امور ایران، بخصوص اون دورانی که روسیه تزاری وارد ایران شده بود، اینها مشخصا این مسائل رو با قدرت پیش میبرن. و به نظر من زنا خیلی خوب تلاش کردن، آغاز بسیار خوبی بوده برای احقاق برابری حقوقشون. انجمنهایی که اینا تشکیل میدن در واقع اعتماد به نفس به زنان میدن، در بین زنان بسیار فعالیت میکنن. و اینکه در اون دوران میشه گفت که با انجمنهای مترقی جهان، مثلا در دهه سال 1920 این زنان با زنانی که خواهان حق رأی هستند در بریتانیا تماس میگیرن، ارتباط میگیرن، و اینا نقاط برجستگی زنان رو تو این دوره به خوبی نشون میده. در همون دوران مشروطه در آذربایجان زنانی هستن که مبارزه مسلحانه میکنن در لباس مردانه، یعنی بدون هیچ گونه واهمه، بدون هیچ گونه ترسی و یا هیچ گونه برتری. این نشون میده که حداقل در پروسه آغازین مبارزات زنان، زنان کاملا با توجه به حق و حقوق خودشون و همطور سازمان‌های سیاسی، هرچند مشخصا این زنان اکثرا نیروهای چپ بودن. اما یک چیزی که خیلی دردآوره که خواستهای اون دوران، یعنی عمده‌ترین خواستهایی که وجود داشته، علاوه بر حق رأی، حقوق برابری زنان، حق طلاق، حضانت و آموزشه، که متاسفانه ما میبینیم بعد از 116-17 سال پیش الان هم در همین وضعیت که فعلا موجوده در قرن 21 توی کشوری مثل ما، اینها هنوز موزر به شمار میره. و این رو من اگه نگاه بکنیم به تاریخ ایران، همیشه با این مخالفت بوده توی تمام پروسه تاریخ مبارزاتی زنان. یک جایی وجود داره که صد معبر هست و اون صد معبر همیشه متاسفانه روحانیت در ایران بوده، چه در دوران مشروطه، چه در دوران بعد از مشروطه، چه در دوران هر دو پهلوی. ما این رو کاملا میبینیم. و اینکه یکی دیگه از مواردی که وجود داره این که انجمنهایی که تشکیل میشه، این انجمنها مشخصا تحت کنترل زنان روشنفکر، زنان که با سواد هستن، زنانی که زبانهای دیگر رو میدونن و دسترسی به اطلاعات زیاد دارن، و این زنان سعی میکنن که در این انجمنها به زنان آگاهی بدن، سطح معاشرت زنان رو در جامعه بالا ببرن. و نمونش میشه، یکی از نمونهای بارز اینها صدیقه دولت آبادیه که خیلی تلاش میکنه. و صدیقه دولت آبادیه که از زنانیه که در اولین انجمن بین المللی زنان روزنامه‌نگار در برلین، عمدتا اونا هم چپ بودن، شرکت میکنه و سخنرانی میکنه. و یک نکته، وقتی که اینا رو آدم مرور میکنه، یکی از نکاتی که برای من خیلی دردآوره، اون چیزی که الان میبینیم مثلا در ارتباط با شکستن سنگ قبرها، متاسفانه قبر صدیقه دولت آبادی رو بعد از انقلاب میشکنن، که اثری از سنگ قبر این زن باقی نمونی یا نام نشانی نمونه. یک سری وقتی که تاریخ رو مطالعه میکنیم میبینیم یک سری رویدادها، یک سری اتفاقات که خیلی هم اتفاقات ناخوشایندیه ولی ادامه داره، علاوه بر تمام مبارزاتی که شده، علاوه بر تمام تلاشایی که شده از طریق نیروهای مترقی، بخصوص انجمنهای زنان، سازمانهای زنان، ولی متاسفانه اینا میان. یک نمونه جالب دیگه که من توی این هولوش بررسی کردم، انجمنهای مخفی زنان بوده که توی این انجمنها مردان بدون همراهی یک زن نمیتونستن وارد این جلسات بشن. و روز یک آقایی که میخواد وارد اون انجمن مخفی زنان بشه، ایشون رو نمیپذیرن و ایشون به بازار میره و به روحانیت میگه که زنان جلسه مخفی برگزار کردن و حمله میخوان بکنن که در واقع اون جلسه رو به هم بریزن، که از قضای روزگار یک آقای ارمنی که اونجا عکاسی داره متوجه میشه و این رو اطلاع میده به
انجمن زنان و خب این زنان خوشبختانه نجات پیدا میکنن. اینا معضلاتی که وجود داره، ولی انجمن هایی که وجود داشته و برای حفظ استقلال ایران و مشخصا مبارزه ضد امپریالیستی میکردن، مبارزه بر علیه حضور بیگانگان میکردن، یکیش انجمن حریت نسوان بود و انجمن مخدرات. البته انجمن های زیاد 26 الا 27 انجمن توی این دوران تشکیل میشه، ولی هیچ کدوم از اینها نه اطلاعات کافی از اونها من تونستم پیدا بکنم و نه اینفورمیشن خیلی زیادی که بتونم اون رو ارائه بدم که چقدر این زنان میتونستن مبارزه بکنن. و موضوع دیگه که وجود داره همین جمعیت ها، از تمام این جمعیت ها پس از مشروطه، جمعیت نسوان وطن خواه که دوام پیدا میکنه و در سال 1301 این انجمن 3 سال قبل از اومدن رضا شاه تشکیل میشه، ولی متاسفانه زمانی که رضا شاه بر سر کار میاد یک دورانیه که انجمن های زنان رو سرکوب میکنه و به تبعات اون بعدها در سال 1310 که قانون مقابله با مرام اشتراکی وجود میاد و به قول آقای ارانی در واقع یک قانون سیاهی رو اینا اعمال میکنن، این انجمن های زنان سرکوب میشن و اولین مراسم 8 مارس رو این انجمن ها برگزار میکنن. این انجمن ها تونستن که تئاتر برگزار بکنن، زنان رو وارد جامعه بکنن، در زمین های مختلف به اونها توان بدن. و جمعیت نسوان وطن خواه یک سازمان نسبتا رادیکال بوده نسبت به سازمان بیداری زنان که در ابتدا بود، و اگه اشتباه نکنم این سازمان یک سازمان منشعب از اون هست. پس از مشروطه هم انجمن های وطن خواه ادامه میده به فعالیتش و دوباره اینها یک انشعاب دیگه دارن و در سال 1306 هم انجمن مشابه همین انجمن ها در شیراز تشکیل میشه. در این حال این انجمن ها دارای نشریات بودن که تونستن نشریاتشون رو تا مدت زمانی بعد از خفه شدن خودشون نگه دارن، ولی متاسفانه طبق همون قانون 310 تمام اینها بسته میشه و روزنامه ها هم زمان خیلی زیادی پابرجا نمیمونن و اون روزنامه ها هم از بین میرن. اما بعد از اون سازمان حزب توده ایران هست که بعد از این انجمن ها و بعد از سال 20 شکل میگیره، پا میگیره و سازمان تشکیلات دموکراتیک زنان حزب توده ایران در سال 1321 دقیقا یک سال بعد از اون پا میگیره که به رهبری و مؤسس اون رفیقمون مریم فیروزه که همین چند روز پیش فکر کنم در گذشت ایشون بود، در اسفند ماه یادش گرامی، که واقعا یکی از مؤثرترین زنان در تغییر و تحولات و جنبش زنان در ایران بوده. و بعد از اون دیگه سازمان های بعد از حزب توده شاید زنانی که وارد مبارزه شدن در بین دهه 60 میلادی از حالا متاثر از انقلاب کوبا، متاثر از جنبش های 1968 در اروپا، متاثر با تغییر تحولات جهانی، سازمان چریک های فدایی بوده که تونسته تعداد بسیار زیادی زنان جوان رو به خودش جلب بکنه. نمونه بارز اون رفیقمون فرهان هست که اینجاست، امیدوارم که صحبت بکنن. سازمان فدایان در مجموع 39 زن رو به عنوان اعضای برجست کادر تشکیلاتی داشته که 2 الی 3 زن اونا تونستن در موقعیت‌های بسیار بالاتر قرار بگیرن، از جمله اگر اشتباه نکنم نسترن آلاغا یکی از این رفقا بوده، مهرنوش ابراهیم یک دیگر از این رفقا بوده و تونستن توی رده‌های بسیار بالای تشکیلاتی باشن. و در این حال سازمان تونست همونطوری که حزب توده این کار انجام داد، البته من اطلاع حزب توده شاید بعد از انقلاب این چادرهای ضد امپریالیستی محافل کوچک آموزشی رو در جاهای کوچک برگزار کرد، ولی سازمان تونسته بود که توی این مدت کوتاه زنان خانه‌دار، زنان دانشجو، زنان معلم،
و حتی از زنان کارمند اداری رو به خودش جلب بکنه و وارد سیاست بکنه. اما ما الان وقتی که صحبت از سیاست میکنیم فقط هدفمون این نیست که برگردیم به نقش این افراد به شکل فردی، نقش عمده برمیگرده به این که نقش این زنان در سیاست گذاری چی بوده و چقدر این زنان، حالا رفیقمون روحالی این رو برمیگردونه به این که خب شاید در سازمانهای سیاسی انقدر زمینه مهیا نبوده یا انقدر پتانسیل وجود نداشته که از توانایی زن هم بخوان بهره ببرن. من نمیدونم، شاید این رو شاید رفیقمون فران هست اینجا، ملیه هست، رفیقمون نسرین هستن که خیلی چون کاملا کار تشکیلاتی کردن میتونن به عنوان تجربهشون بیان بکنن، ولی ما زنانی که وارد این بحث عمده بشن خیلی کم داریم. من خودم میبینم مثلا رفیقمون فران از زنانیه که به سیاست جهانی میپردازه، به موضوع جهانی سازی نگاه میکنه، به تغییر تحولات منطقه‌ای در ارتباط با رویدادهای جهانی نگاه میکنه. این کمتر با زنانی که به طور کلی وارد این جرگه بشن کمتر داریم که وارد این مقوله میشن. رفیقمون ملیحه آدمی که کم و بیش به این مسائل میپردازه، من حتی الان توی این مورد از زمان ندیدم رفقای چپی که به صراحت وارد این بخش از سیاست به شکل واقعی اون وارد بشن. ما حتی به عنوان نیروی چپ، به عنوان نیروی عدالت خواه، اینها رو یک جوری متاسفانه همزمان با تغییر تحولاتی که در جهان به وجود اومده کنار گذاشتیم و متاسفانه امیدوارم که بتونیم برگردیم. متاسفانه دورانیه که با توجه به تغییر تحولاتی که شده حتی نیروهایی که مثل ما چپ فکر میکنن یا فکر میکردن الان یا نادمن یا پشیمانن یا دیگه اصلا به اون بعد عدالت خواهی و حتی اینترناسیونالیستی موضوع، اون چیزی که رفیقمون نسرین خیلی اشاره روی اون داشت، نمی کنن. اینا موزلاتی که گریبانگیر سیاسته و بخصوص ما زنان در سیاست، برای اینکه ما فکر میکنم باید بتونیم نقش خودمون رو ایفا بکنیم. امیدوارم که طولانی نشده باشه صحبت من و من میکروفون رو رها میکنم برای رفیقمون راحله نسرین. میکروفوناتون باز کنید، شما خانم ها هر کدوم میتونید صحبت کنید. راحله جان بفرمایید. چون در واقع صحبتتو با این که برعکس اون چیزی که من میگم شروع کردی میگم، پس متاسفانه ما تصمیمتی که من موفق نبودم اون صحبت خودم رو خوب رو منتقل بکنم. من به هیچ وجه منکر این نیستم که زنان یک نقش خیلی عمده‌ای توی تمام تحولات و تحولات سیاسی اجتماعی جامعه هم داشتن و صد درصد اینجوریه که ما اگه به تاریخمون نگاه بکنیم، همین در سالهای اخیر اگه نگاه بکنیم بیشترین فعالیتایی که صورت گرفته اتفاقا توسط زنان بوده و هیچ این مورد شکی وجود نداره. به قول نیاز رئیس‌دانان گفتش که اینکه ما بگیم تغییرات سیاسی اجتماعی بدون حضور زنان دشواره غلطه، در واقع باید بگیم که تغییرات سیاسی اجتماعی بدون حضور زنان غیر ممکنه و هر چی تغییر هم واقعا می‌بینیم جامعهمون داشتیم تا حالا بیشترش رو واقعا زنان به دوش کشیدن و اصلا من تو مورد منظورم این نبود. ولی ببینید در کل میخواستم در رابطه نقش زنان توی تشکل‌های سیاسی که وجودشون کمرنگه، اصلا یه گزارشی رو من دیدم توی میگم یه نگاهی که کردم به اسناد، گزارش اتحادیه بین پارلمانی نشون میده که تا ژانویه 2021 تعداد زنانی که تو پارلمان‌ها توی کل دنیا هستن 25% تقریبا و این نشون دهنده اینه که یعنی در واقع 75% زنان تو کل دنیا. بعد اینم نگاه بکنیم میدونیم که این توی یه سری کشور ها مثلا کشور اسکاندیناوی اینا تعداد کمی بیشتره، ولی تو کل دنیا خیلی زنان توی پارلمان های دنیا نقش یعنی حضور کمتری دارن. این نه به خاطر اینه که توانمندی ندارن، نه به خاطر اینکه آگاهی سیاسی ندارن، نه اینکه علاقمند نیستن. میگم اینا پیامدهای اون سیستم سرمایه‌داری مردسالارانه است که تأثیر گذاشته.
به همون شکل که ما توی پارلمان‌های دنیا می‌بینیم، به همون شکل توی جریانات سیاسی توی کشور خودمون هم، تو چه جریانات چپ رو نگاه بکنید چه جریانات راست رو، خب این یک واقعیتیه که تعداد زنایی که توی فعال هستن، مؤثر هستن، متاسفانه خیلی خیلی کم رنگه و این دو تا مسئله رو نباید از با هم قاطی کرد. اینکه زنا زانه در جدال برای تغییرات اجتماعی سیاسی هستن و کاملا نقش خیلی پررنگی دارن. شاید واقعا اگر احساس خودم رو بخوام بگم، من فکر کنم زنا الان تو جامعه ما بیشتر سیاسی و فعال سیاسی هستن تا مردان. ولی حالا میگم تحقیق علمی رو تو این رابطه من ندیدم، ولی احساس خودم این هستش. ولی با این حال میگم اولا ما میبینیم که مشکلاتی وجود داره که مانع میشه که زنان توی تشکل‌های سیاسی بتونن کار بکنن. و من این سعی کردم مثلا به این موضوع فکر کردم و تجربه‌ام رو سعی کردم منتقل بکنم که فکر میکنم یه مقدارش این هستش که در واقع اون نحوه نگرش زنان به مسائل با یه مقدار با مردان فرق داره. اون ما بهش میگیم تفاوت‌های فردی بین زنان و مردان، و اون تفاوت‌های فردی اتفاقا کمک میکنه که یک دید ماکرو میکروی رو بشه چیز کرد، تلفیق کرد به یک دید جامعه تری نسبت به مسائل باشه. البته که حرف شما هم درستی گفتیم، مثلا به فرض رفقایی مثل رفیق فرام اینا به مسائل کلی تر نگاه کنن. این خیلی این به نظر من یه مقدار برمیگرده به تجربه. یعنی مثلا ما هر چقدر که میگذره، مثلا زنایی که بیشتر بالاخره تجربه کار سیاسی پیدا میکنن به نظر من خوب متوجه میشن که دیگه مثلا این جزئیات با هم یه کلی رو میسازه که توجهشون به اون کل بیشتر میشه. این چیزی 100% نیستش، ولی به هر حال ذهن رفیق فرانم به عنوان یک زن من میدونم که شاید قابلیت توجه به جزئیاتش شاید بیشتر از یک مرد باشه. و میگم اگر میتونستن مرد و زنها، البته ما مردهایی هم که داریم که خب وقت به خاطر تجربه متوجه هستن که دوزیات هم خیلی مهمه. به قول لنین میگه هرگز از چیز خود چشم نپوشید، از خودت که کلام برمیخیزد. یعنی مردهایی هم بالاخره به این چی میرسن که این چیز خود هم خیلی مسائل مهمیه، و اگر تجربهش باشه، اگر حسن نیتش باشه، اگر واقعا اون روحیه باشه، اگر در اون واقعا از فرهنگی جذب مجذوب و فرهنگ مرد سالار سرمایه‌داری نباشن، باید بتونن با هم خوب کار بکنن. و اگه با هم خوب کار بکنن به نظر من دید جامعه تری نسبت به مسائل خواهد داشت. این چیزی بود که سعی کردم تو صحبتم منتقل بکنم و اگر موفق نبودم مرسی نه خواهش میکنم. نسرین جان شما رو بشنویم، میکروفون تو بسته است نسرین جان. درست شده الان داره اینقدر صحبت ها دلچسب هست که هیچ اندازه نداره. ولی من از اونجایی که امشب شب هشتم مارچ هست و بیشتر میخواییم روی مبارزات زنا در تماس شویم، دوست دارم از تجارب کشور خود و از تاریخچه و گذشته های پرتلاطم مبارزه زنان حکایات داشته باشم. چون من خودم تا زمانی که در افغانستان بودم از سن خیلی جوانی آغاز به مبارزه کردم، نه تنها مبارزه سیاسی کوهوز و حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم، بلکه در ساختار اجتماعی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان هم در سطوح خیلی بلند رهبری حضور داشتم، نقش داشتم و فعالیت‌هایی داشتم. شاید هم برای شما خالی از دلچسپی نباشه. صحبتی که شما کردین خیلی صحبت دلچسب بود، صحبت تاریخی بود و خاطرات گذشته رو بیشتر در ذهن ما تداعی کرد که یاد از رفقای توده در اون زمان در افغانستان افتادم و همکاریایی که ما با هم داشتیم. به هر صورت من میخوام که روی جنبش زن در افغانستان چیزی بگم و تصور میکنم که خیلی دور نمیرم. میخوام صرفم بگم که نهضت زن در افغانستان از سالهای 1921 آغاز میشه، در زمان امیر امان الله خان، وقتی که ملک سرایا اولین بار حاضر میشه و روسری در سرش بس میکنه و در جامعه در برابر مردم حضور پیدا میکنه. در سفرهای دیپلماتیک با شاه هم سفر میشه و میآید بدون روسری، با شکل مدرنش حضور پیدا میکنه. اولین یا آغازین قدمهای آزادی زن از اون زمان ما تو تاریخ روزگار خود محاسبه می کنیم.
این رفته رفته آرام آرام تا زمان شای ما هم بالاخره حضور زن در کار، حضور زن در مکتب و مدرسه، سفر زنان به خاطر تحصیلات عالی خارج از کشور، زنانی که به شکل کادر میتونستن در سطوح علمی حضور پیدا کنن، زنانی که در سفرهای خارجی میتونستن بدون روسری با استقلالیتشان حضور پیدا کنن، زنانی که میتونستن در پارلمان جاه گرفتن، توسط وزیر کاندید شدن و صلاحیت‌های کاریشان عملا در اون جامعه نشان دادن. اما جوری که خانم دکتر گفتن که ما هم ثمره یک جامعه مردسالار هستیم، نه تنها جامعه مردسالار بلکه یک جامعه سنتی که هنوز هم دشواری های بیشتر را با خود یک جا میکنه، هم مرسالار باشه هم سنتی باشه، مذهب به اوجش باشه، بیسوادی هم در قله های بلندش باشه، دیدگاه های زن ستیزی هم به پیمانه بالا باشه، نپذیرفتن زن بر حکم خودخواهانه مرد در جامعه، من فکر میکنم این کلش دشواری هاییست که افغانستان خصوصیات مشخصی خود داشت. آنچنان که من میخوام تقسیمات کنم، میخوام تو سه مرحله برم. یکی تاریخچه مبارزات زنای افغانستان است که از زمان امانی شروع میشه، در زمان شاه به شکل عادی ادامه میکنه، ولی مکتبی هزیره که سازمان دموکراتیک زنای افغانستان تحت رهبری دکتر عنایت‌الله راتبزاد زن پیشگام، پیشقدم و واقعا پیشروی بود که یکی از زنان شایسته آسیا میتونم بگویم، با هویتش، با شخصیتش، با کارکردهایش، با کار پرثمرش در جامعه افغانستان، تانست با کتله از زنان روشنفکر ساختار را تحت سازمان دموکراتیک زنان افغانستان در سال 1343 ایجاد کنه. این ساختار از امو وقت با حلقه کوچک 7 نفری آغاز میشه و آرام آرام تا سالهای پیروزی که ما انقلاب در افغانستان به پیروزی میرسه به سازمان 100,000 نفری میرسه. در زمانی که قبل از حاکمیت این سازمان به اعتصابات و مظاهرات خیابانی دست میزنن، اعتراض میکنن، دفاع از حق خود میکنن، نماینده پارلمانی پیدا میکنن، در اینجا حتی رسما در داخل پارلمان با کتک و کتک کاری میرسن که زنا با تحقیر و تبعیض مواجه میشن. شما هم صدا ندارید دوستان؟ ما داریم، خیلی هم خوب داریم، صدا خیلی خوبم هست، خیلی خوب رفتا. مرسی، میتونم ادامه بدم؟ بله بله حتما. با تمام پیگیری که زنان نماینده ما در پارلمان حضور داشتند، در صدد این بودند که بتونن به اساس قانون صلاحیت‌های معینه با تصویب پارلمان در جامعه افغانستان استقرار ببخشند. این مبارزات رفته رفته تا زمانی میه که حزب در سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان به پیروزی میرسه. آنچنانی که خانم دکتر راهله تماس گرفتن که گفتن که گاهگاه میتونن سازمان‌های سیاسی با روی مدرسه زانیشان بتونن بر روان ساختارهای اجتماعی تأثیر گذار باشن، تا حدودی هم موافق هستم و هم نیستم. و من مثابه کسی که سازمان دموکراتیک افغانستان از طرف حزب دموکراتیک افغانستان هم تقویه مادی میشد و هم تقویت معنوی. ما هم پشتیبانی کامل ما یقینا که رفقای حزبی ما بودن، برای زمین سازی، برای وسعت کار سیاسی اجتماعی ما، برای حضور ما در تمام نقطه ها در شهرها و قریجات. ما قبل از انقلاب حضور زن در شهرها بود، آزادی و استقلالت زن در سطح شهرها و به خصوص مرکز یعنی شهر کابل بود، ولی قریه و قصبه و شهرهای کوچک کاملا بیخبر و به اطلاع واقعی مانده بود. این مبارزات زمانی که سازمان دموکراتیک افغانستان در موجودیت حزب دموکراتیک افغانستان بعد از حاکمیت 1357 و پیروزی میرسه و کار رسما آغاز میکنه، با دست باز میتونه با ایجاد شعبات مختلف در درون ساختار سازمان دموکراتیک زنای افغانستان به شعبات مختلف کارهای خود آغاز کنن. این کارها از سطح شهر کابل آغاز میشه و تا قریه قریه افغانستان ادامه پیدا میکنه.
من میتونم به شکل نمونه و مختصرش خیلی کوتاه بگذر برای اینکه وقت بیشتر عزیزان من در اختیار نگیرم. خودم تو یک مفرزی سیار تبلیغاتی از شهر کابل تا بندر حیرتان که سرحد بین افغانستان و روسیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالی دیروز بود، سفر 100 قریه داشتیم. ما 5 نفر خانم از 4 تا هم رفقای پرکار و تاثیرگذار سازمان ما با 1 مفرزه سیار نظامی هم سفر شدیم. با 2 تا خانم دکتری که از رفقای روسی بودن، اونا هم با ما در سفر همراه بودن. ما به شکل افرادی که مبلغین سازمان زنا بودیم، با 1 چهره روستایی، با لباس روستایی، با کلام مردمی تو این مفرزه رفتیم در کنار دکترا. صرف میخواستیم که بتانیم در کنار زنای قریه و قصبات باشیم. آواز زنه، حضور زنه، آزادی زنه، حق زنه، صلاحیت و صلابت زنه در این جامعه و در شرایطی که ما او وقت داشتیم به اینا بیان کنیم و بگیم که ما اینجا هستیم و زنها هم میتونن حرکت کنن و از حق خود دفاع کنن و ما به صفت مدافعین قانونی میتونیم در کنارشان در هر لحظه و هر زمان باشیم. سفر بر من بسیار سفر پرخطر با تجربه ولی خیلی خیلی هم آموزنده بود. تو این سفر با گروه های مختلف از مجاهدین امروز و اشراری که ما برش در او زبان می گفتیم با اینا رو بروشتیم، با حملات نظامی رو بروشدیم. تعداد زیاد از نظامی های ما شهید شدن. ما در بسیاری مفرزه هایی که در جریان صحبت در مراکز قریجات می بودیم و مجموعه مردم دور ما جمع بود به شمول مرد و زن می خواستیم صحبت هایی داشته باشیم، ماها بیشتر در بین زنها و رفقای ایزمی ما با مردها در جریان گفتمان می بودن. اینی من تجربه گرفتم، نداهای شنیدم، آوازهای شنیدم، آرزوهای از پیر زنها شنیدم، امیدهای دخترای جوان دیدم، زنایی که مثلا 4 تا زن وابسته به 1 مرد در زیر 1 سقف با کدام ظلم و شکنجه زندگی کردن، حکایتی از گوشه های زندگیشان داشتن. نمیدونم براتون چجوری میتونم تعریف کنم. تمثیل، تعریف از این داستان بر من خیلی خیلی دشوار است. گاه اگر خواستم بنویسم رنگ قلم برام کمی میکرد، کلمه برای تعریف نداشتم، چون فکر کردم که آیا زنم میتونه چنین قوی باشه؟ آیا توانمندی تنها در قلم است، در تحمل است یا در اسارت؟ شما در هر سی من شما زنم میبینید. انیان دیدن خانم ما با چی زیبایی، صراحت و فصاحت، با تحلیل مدرن امروز از زن و سیاست برای ما گفتن. شما با تمام تجاربی که داشتین با چه قشنگی از مبارزات دهه‌های قبل برای ما گفتین. ببینید اگه اینا رو همش آدم پهلوی هم بگذاره، من فکر میکنم که قوی ترین موجود روی زمین به نظر من زن هست. من میخوام به مبارزه صنفی برم و میخواییم با کلام واقعی میخواییم حرف تحلیل کنم. ما امیدوارستم رفقا و دوستای مرد ما که در اینجا هستن با من هم نوا باشن. من میخواییم با یک فکت فمینیستی بگویم که تنها بتانم زن بالاتر از همه بشمارم. نه، زن موجود مساویل حقوق با همه انسان ها، ولی صبر و تحمل و شکیبایی و توانمندی و قدرتمندی که من در زن میبینم، من مردارا نمیتونم و مقایسه بگیرم. من در این مفرزه سیاری که من داشتم طفل آرزوی ایه داشت که روز بتانده در یک مدرسه شامل بشه. با بزرگترین آرزوش چی بود؟ میخوایم معلم بشم. به خاطر از اینکه فکر میکردن که در جامعه ما زن تنها و تنها یگانه جایگاهی که داره معلم بودن است، چون یگانه جایی که خانواده برش موافق میبود و تعریف برای مقام زن و آزادی زن داشتن این بود که زن باید معلم باشه. رفتم به طرف کارگاه، حضور زن در اداره، بیان زن در سیاست یک کار ناممکن بود برای زیا. حتی زمانی که ما در پشت روبیل اسلام میشدیم و صحبت میکردیم، هنگاش بدهن تنها نگاه میکردن و من مطمئن بودم به مفاهیم کلام ما نمیرسیدن. برای از یک اونوش دیدن یک زن و صحبت کردن در جمع 4 تا مرد برای از تجربه بود. این هست فرقه های سنتی که زن به کدام پیمانه میتونه در زیر فشار بیاره. ولی خوشبختانه ما در این سفر همراه های داشتیم که
با مردها و پیرمردهای دهات و قریجات مواجه شدیم که به ما اجازه دادن بعد از صحبت‌ها که ما بتانیم کورس‌های سواد آموزی در همو قریجات ایجاد کنیم. به ما اجازه دادن که مفرزه‌های سیهی ما همیشه گذرا باشن و اجازه داشته باشن با خانم‌های اینا دیدار داشته باشن. به ما اجازه دادن که ما بتانیم سالی یک بار سفر بکنیم و حتی دعوت کردن به شکل امو صاحب قریه یا ما ملک قریه بهش میگیم، دعوت میکردن که شما میتانید اینجا با مسئولیت کاملتان پیش ما بیاین تا بتانید با این خانم ها صحبت کنین و بتانید امیدهای برشان بتین. من بیشتر این کلمات با امید از مردای کهنسال شنیدم که یا تجارب بسیار خوب از سالهای آرامش داشتن، ولی جوانایی که با خشونت و جنگ با گروپای مختلف مذهبی در او وقت در تماس بودن، بر از اونا دیدشان به طرف ما هم کار ناممکن و دشوار بود. با حرکات چشمشان میتونستن افاده کنن که با کدام پیمانه میتونن حضور ما را تحمل کنن. به صورت من با او شکست ها نمیبینم، من از او پیروزی های از او خواستم. ثمره بزرگ زندگیم باید باشه، اول اینکه زنهای ما فهمیدن که ما بدون هراس میتونیم قریه به قریه بریم سر بزنیم، از مکتب ما، یعنی مکتب ما مکتب سازمان دموکراتیک زنان افغانستان است، تعریف کنیم، نه تنها تعریف کنیم، حقایق را بیان کنیم و اونا را معتقد کنیم که ما گذشته از این که یک زن هستیم، یک مادر هستیم، یک انسان کامل در این جامعه هستیم. این بر من بسیار زیاد مهم بود که ما این اعتقادات بیاریم برایشان. و خوشبختانه هم تاثیرات خود و مرور زمان بعد از طی مراحل سفرهای بعدی که اکثر رفقای سازمان ما نظر به پلانها می رفتن در شهرها و ولایات، ما این سفرها را ادامه دادیم. دستاوردهای بسیار خوب داشتیم. دستاورد ما ای بود که ما بعدها حتی در سفرهای خارج از کشور برای تحصیلات عالی، ما از تمام قریجات با خود دخترهای جوان داشتیم که به خارج فرستادیم و امروز کارشان به شکل کدرا در بیرون از مرز دارن، فعالیت های خود دارن. این من فکر میکنم یک دستاورد بود که در موجودیت یک ساختار سیاسی در یک جامعه سنتی مردسالار با حمایت و پشتیبانی یک کتلی روشن فکر مکتبی که حزب ما بود در اون وقت، ما تانستیم به بسیار پیروزی ها دست بریم. یقینا مشکلات و موانع هم میتونه باشه، هیچ چیز نمیتونه 100% با یک گارانتی جلو بره، یقینا تا حدود دوست داشتن تفکرات اونا را ما داشته باشیم، ولی او فکرهایی را که ما در دیدگاه های خود داشتیم و میتود کاری که بازم صورت بگیره هیچ وقت ایت به یک مرد برای ما داده نمیتونه، اگر بخواه هم نمیتونه، چون نه آگاهیش داره نه او درکش داره. میتونه به طبی یک مرد برای مردها بتونه شاید فکتای بسیار خوبتر بر ساختار سازمان جوانایی که تنها علقه مردها باشه، شاید بتونن بسیار اشاره های خوب و مثبت داشته باشن، ولی بر زنها براشون مشکل است. برای از اینکه درک زن، فهم زن، قبولی زن، شرایط زن و آرزوهای یک زنه به مشکل میتونن شاید با تعریف بگن، ولی در سیاست ها کار بس دشوار خواهد بود. بعد از اینکه من از مکتب سازمان دموکراتیک زنان هرچی بگویم به مسابقه یک شاگرده که زندگیم در پای مکتب گذاشتاندیم و تا الانم افتخار مبارزه در گوشه های مختلف، گاهی در حلقات، گاهی به شکل انفرادی و تنهایی هم اگر باشه ادامه میتونم، این پروسه مبارزات ادامه پیدا میکنه تا زمانی که بدبختانه یک صفحه سیاه تاریک در زندگی مردم افغانستان باز میشه و شکست حزب، آمدن گروه های مختلف از مجاهدین یا اشرار یا اسلامیست هایی که امروز با ازارها شکست دارن زندگی را تعیین میکنن در افغانستان یا سپری کردن، و آمدن بعد از اینکه مثلا قوت‌های اروپایی در داخل افغانستان سرازیر میشه به نام کمک‌های بشر دوستانه، جهان حضور پیدا میکنه و جهان به تماشا میشینه و نسل سازنده جوان ما کل زیر پای میشه، روشن فکرای ما فرار کشور میشه یا در گوشه زندان ها جا به جا میشه و یا حتی اگر خارج از مرز زندگی میکنن و پناهنده میشن، حتی پناهندگی هایشان به نام مجرمین جنگی قبول نکردن و زندگی برشان سخت گرفتن، این بود هدایایی که برای ما جامعه اروپایی داد.
ولی متاسفانه خودشان نه تنها که کشور ما را جلو نبودن، نساختن، یک چیز نو هدیه ندادن به نسل جوان ما را. با تمام شکست و ریخت مادی و معنوی جامعه را مواجه کردن. تا زمانی که بسیارترین انسان، بسیارترین قدرت، بسیارترین موجود روی زمین یعنی طالب افغانستان را تسلیم کردن. صفحات تاریک تاریخ امروز افغانستان من فکر میکنم که در جهان آشکارا و هویداست. ولی با تعصب سیاست های جهانی کمتر میبینن، آگاهانه عمل میکنن، خوب صحبت میکنن، ولی با دقت عمل میکنن بر بربادی بیشتر و بر شکست بیپایان در این سرزمین. ولی کشوری را که من میشناسم، او قدرت را که در نینوی جوان پردرد و رنج افغانستان سالهای سال دیدیم، چی در داخل کشور و چی بیرون از مرز، من مطمئن هستم که این پرده سیاره شاید زمان ببره، ولی روز میشه که دوباره میتونیم با آسمان آبی نیلگون دوباره در کنار هم با لبخند بچه های ما در یک فضای پر از سال و آرامش زندگی رو دوباره آغاز کنیم. مبارزه بسیار زیباست، ولی زیباییش وقتی است که در دشواری ها باشه. ما فعلاً سالایی که در اروپا آمدیم، در آلمان زندگی میکنم، همیشه پیگیر بودیم، همیشه کار کردیم با کتلت نم به تنهایی، با کتلی از رفقای سازمانی و حزبی ما در ساختار سیاسی همچنان و در ساختارهای اجتماعی. ولی باور کنین هر قدر شرایط دشوار شده لذت مبارزه بیشتر میشه. بر من لذت مبارزه در افغانستان به مراتب بیشتر تر بود. لمس میکردم، درد میکردم، درد میکشیدم، خوبتر درک میکردم. آره بیشتر با تیوری مواجه هستم. آره من مشنوام عمل میکنم و به خواست انسان او سرزمین عمل میکنم. خودم سالهاست ترک وطن کردیم، تنها پیوند عاطفی دارم با او کشور، تنها احساس میهنی دارم، تنها با مکتبی که بزرگ شدیم و تعهدی که سپردیم تفکرم در اونجاست و میخاطر است که گاه گاه میخوام جغرافی ها را زیر پا کنم، چون مرشکنی بهترین هدف است که انسان نمیتونه با قوم، نه با ملیت، نه با زمان و نه با سرزمین تعهد بسپاره. بهتر از به مسابه یک انسان به انسان تعهد بسپاریم و برای خوشبختی ها. من مطالبی بسیار جالب خواد داشتم، ولی دو صحبتهای شما هم برای من همش آموزنده بود. صحبتهایی بود که بیشتر خواستم گوش بدم و بیاموزم و امیدوارستم که بتانیم دیدگاه های خود در آینده ها بیشتر یکسان همسو بسازیم. امشب با تفاوت نظریات صحبت میکنیم. منم میخوام در خلاف صحبت یک عزیز حرف داشته باشم، ولی هر مکتب مکتب است و هر مکتب هم یک گوشی از آموزش. چقدر خوب است که ما بتونیم بدون تعصب به این مکتب ها نگاه کنیم و مسابقه یک زن چپنگری که سخت برش معتقد هستم و این زندگی رو با تمام سبزیش میخوایم ببینم و میخوایم جهان سرسبز پر از سالها شادی باشه، دوست دارم با شما بیشتر ببینم. امیدوارستم صحبت های من باعث درد سر نشده باشه عزیزا. ممنون از توجهتان. نانا جان مایکت بسته است، مثل که مایکت بسته است. بله بسته است متاسفانه. ببخشید نسرین جان، ما هم از شما خیلی یاد میگیریم و چقدر شیرین و زیبا به تصویر کشیدین مبارزاتتون رو در جاجای افغانستان، از این روستا به اون روستا. یک جوری فقط برای من تداعی کرد که خط مش حزب دموکراتیک مردم چقدر نزدیک به حزب توده ایران بوده، یعنی به شکل عملیاتی، واقعا به شکل عملی کار خیلی خیلی نزدیک در واقع میشه هر دو رو توی یک زاویه دید. و فکر میکنم ما هم از شما خیلی یاد گرفتیم، یاد میگیریم چقدر خوب که هستیم. امیدوارم که این جلسات باشه نا تجربیاتی که ما میتونیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم. من از سپیده جان خبری نمیبینم، تصویرش رو هم نمیبینم، ولی میبینم که فرهاد دستش بالاست و داریوش. مایلید صحبت بکنید فرهاد جان؟ شما قبل از داریوش دستتون بالا بود. بله اگه وقت داشته باشم، اجازه داشته باشم. حتما بفرمایید. سلام از دوست دارم خدمت همه حضار. امیدوارم که این مشکل اینترنتی باعث نشه که قطع بشه. روز 8 مارس رو به همه عزیزان تبریک میگم. ممنونم برای اینکه باعث حالا
با عزیزان دنا و راهله و سپیده که آشنا بودیم. این موجب آشنایی ما با بانو نسرین مفید شد که من شخصا بسیار آموختم از سخنانشون و خوشبختم از آشنایی. من یک دو تا سوال فقط داشتم، تر میکنم در حد دو دقیقه و همشون اگه بخوام بهش پاسخ بدم. نکته اول این که در طول به خصوص چند دهه اخیر، اونقدی که من تجربه‌ام بود در سالهایی که 36 سالی که در واقع در سوئد در اروپا بودم، این که اول اینو بگم که پیش زمینه ذهنی ما این بود که این عدم برابری به جایگاه بانوان در ساخت اقتصادی و تولید و کار و تولید درآمد ربط مستقیم داشت. خودم به تجربه دیدم که در همون کشور اسکاندیناوی که راهله به درستی اشاره کرد و در بسیاری جای دیگه که خودتون هم شاهد بودید، پا به پای رشد و افزایش به اصطلاح نقش بانو اقتصادی و تولیدی، جایگاه اجتماعی و سیاسیشون هم افزایش پیدا کرد. ولی همزمان ما با ایده روبرو بودیم که خود رهبری سیاسی و سیاستگذاری اگر به دست بانوان باشه، ما با دنیای متفاوتی روبرو میشیم. شخصا برداشتم این هستش که به خصوص در غرب، ولی شاید بشه گفت در همه جای جهان، ولی بلخص در غرب که نمود جدی داره، این بوده که با سر کار اومدن بانوان ما با سیاست متفاوت روبرو نشدیم. یعنی این که مرد یا زن بودن عمل میکنه، اگه بخواد وفادار به اون سیستم بشه، که خود این وفاداری یکی از بلیط های رشد بوده در به خصوص عرصه سیاسی در کشور غربی، نه تأثیری اصلا نداشته. ما الان میبینیم که مثلا رهبر حزب سبزای آلمان یکی از جنگ طلب ترین هاست. بانوی جوان فنلاندی که نخست وزیر میشه، هیچ گونه تفاوتی در سیستم، در نوع نگاه، در اداره جامعه، شاید در بعضی از عرصه‌ها در رابطه با بانوان، من اطلاع ندارم، از کم سوادی منه، ولی هیچ تأثیری نداشته. یعنی آیا ما، و از اون ور تجربه کشورهایی که کشورهای سوسیالیستی اینها بودن در طرح و تحکیم و در این جهت حرکت کردن، در واقع با ما میبینیم که حتی حق رأی بانوان در بسیار از کشورهای سرمایه‌داری بعد سالها، حتی مثلا سوئیس 10-11 سال بعد از ایران حق رأی زنان داره. آیا این قدری در واقع توی شما فکر میکنید که در دستگاه و نظام فکری ما نوعی فمینیسم جدا یا پرداختن به حقوق زنان جدا از سیستم طبقاتی و سیاسی برجسته شده تا حدی که گاهن نقش ویترینی باز بول نشده؟ این سوال، یعنی میخوام بگم که این همزمانی و رشد به سلام منافع بانوان، مثلا توی سوئدی که حتی توی دوره بالای 50% اعضای پارلمانش که تعیین کننده دولتش هست از بانوان بود، باز هم ما اختلاف حقوق داریم برای کار مساوی. یکی این سوال رو داشتم. سوال دومی هستش که به نظر میاد
توی جوانترها، یعنی اون تجربه‌ای که راحله خیلی خوب توضیح داد، در سازمان‌های سیاسی ما یا خانم مفید گفتن که ما در جامعه زندگی می‌کنیم که بالاخره چپش هم بخشی از همون جامعه هست، با همون سنت ها، با همون فرهنگ ها، در این که باش مبارزه میکنه خودش هم آلوده به اون نسلهای جوانتر این به اصطلاح جایگاه و نوع برخورد متفاوته. من البته تحقیق به قول راحله تحقیق علمی راجبش ندیدم، ولی میبینم که توی نسل بعد از خودم توی رابطه یه به اصطلاح پسران و دختران و مردان و زنان اون تنگی، اون محدودیت، اون غلبه فرهنگ سنتی بسیار کمتر دیده میشه و جای نمو و رشد به اصطلاح بانوان و تاثیرگذاریشون توی روابط اجتماعی و سیاسی رو به نظر میاد آدم میتونه امیدوارتر باشه که بالاتره. یه نکته هم بگم که شاید قدری به افغانستان ربط داشته باشه و حتی به کشور خودمون و شاید خیلی از کشور، که به نظر میاد همین الان من میتونستم وقتی که خانم نسرین مفید صحبت میکردن همش داشتم تصور میکردم که اگر تاریخ به گونه دیگه رقم میخورد، اگر اون دولت و حزب دموکراتیک هم میتونست ادامه داشته باشه، ما الان با افغانستانی کاملا متفاوت روبرو بودیم و این افغانستان کاملا متفاوت فقط به اون عوامل سیاسی ربط نداشت، به همون آموزش ها و رشد در واقع فرهنگی اجتماعی توده های وسیع ربط داشت و نه فقط یه الیت روشن فکری که بخواد در مقابل اون قدلم کنه. آیا این برداشت به نظر تو صحیحه؟ مرسی از وقتی که دادی، ممنون از این جلسه. رایل جان میتونی میکروفون تو باز کنی؟ من گردالنده نیستم، شما هستید. همینطور نسرین جان سپیده که نمیدونم، احتمالا مشغول الان، هر کدوم مایلید بفرمایید پاسخ بدید، من نفر آخر. من خواهش می‌کنم اول از عزیز مصطفی نسرین مفید تشکر کنم. لطفا نزدیکتر شو به این میکروفون، یا میکروفون بیار نزدیکتر. صدات اکو داره، صدات اکو داره، نمیدونم خودت به هر حال این کاره ای میدونی، یه علتی داره، هیچ وقت اینطوری نبوده. صدای من؟ آره آره، برای همه همینجوریه، برای فقط شما برای جان همه صداشون در برای همه صدا واضح نیست، روشن نیست. متاسفانه میکروفون این لپتاپ الان بهتر شد، نزدیکتر که شدی بهتر شد. خیلی تونده. یه اول خواستم تشکر بکنم از خانم نسرین مفید عزیز. واقعا تصور این که اگر کسانی مثل نسرین عزیز مثلا توی اون کشور الان توی اونجا و توی حکومتی که بر افغانستان حاکمه مخصوصاً چقدر دنیا رو برای ما چقدر دنیا رو زیباتر میکرد، چقدر چه نقش میتونه داشته باشه فقط تو زندگی ما همسایه در واقع افغانستان و در واقع توی چند منطقه، و که چه چیزهایی باعث شد میگه انسانی با این روح زیبا وقتی صحبت میکنن. واقعا دوست داشتم همینجوری ادامه بدم، واقعا ممنونم ازش. در رابطه با مسائلی که فرهاد جان مطرح کردن، به نظر من مسائل خیلی خوبی پرداختن. یکی در مورد این که به هر حال واقعا بیشتر از این که حالا اون تفاوت‌های مرد و زن مطرح باشه، واقعا شاید درست اون پایگاه‌های طبقاتی اجتماعی افراد خیلی تأثیر گذاره. یعنی ما تو زنها مارگارت تاچر رو داشتیم، همین مدلن البرایت رو داریم یا کسانی دیگه امثال اینها، و خب توی مردها هم کسانی رو داریم که خب شاید میبینیم که خیلی روحیه بسیار تو روانشناسی بابشون میگیم بیشتر روحیه فمینیستی دارن، فمینن اورینتد هم بیشتر.
و باید اینو حتما در نظر داشت و 100% اینجوریه که وقتی مثلا من چون از تفاوت‌های فردی به نظر من یک کمی صحبت کردم اون شاید تفاوت کلی مثلا به اصطلاح در مغز شناختی به اصطلاح مرد ها و زن ها رو گفتن که حالا تحقیقات عصب شناسی نشون میده که زنها اون بخشایی از مغزشون که بیشتر مسئول جزئیات و اینا هستش بیشتر نظر میاد که تقویت شده قوی شده. البته این توی پروسه تاریخی و تکاملی صورت میگیره ولی مردها بیشتر اون قسمتی از مغز که نگرش بیشتر حالا کلی تری داره و اینا و میگم گفتم که به نظر من اینا برای همین یکی میتونم خیلی خوب مکمل هم دیگه باشن. این یه چیز کلی بود ولی 100% این که پایگاه طبقاتی انگیزه هایی که یک فردی وارد جریان های سیاسی میشه کلن اینها هم به نظر من خیلی مهم هستش و اینکه هر فردی جدای از اینکه زن باشه یا مرد باشه چه طبقه اجتماعی رو به اصطلاح نمایندگی میکنم 100% باید در نظر گرفته بشه و کاملا درسته و شاید توی صحبت من این نقص وجود داشت که به این اشاره خوبی نکردم. به اینکه مبارزه و یادم اومد اینکه همیشه برای من از اون ابتدای نوجوانی یاد یکی از جملات مورد علاقه هم گفته کلارا استکین بود که مبارزه برای آزادی زنان از مبارزه برای آزادی زحمتکشان جدا نیست و واقعا من همیشه از اون زاویه است به مسائل زنان نگاه کنم و راستش رو بخواید اون نگرش های فمینیستی رو که توش مثلا بستری اون طبقاتی توش دیگه نشه هیچ جذابیتی برام هیچ وقت نداشته و هیچ علاقمندی بهش نداشتم. در مورد این که چپ هر کشوری هم به هر حال توی بستری اون کشور و اون شرایط اجتماعی فرهنگی روش میکنه و چپ ما همینطور کاملا دوباره تاکید میکنم ولی باز فرهاد جان به این نکته خیلی مهمی اشاره کرد، گفتش که تحقیقاتی ندیده ولی احساس خودش اینه که نسل جدیدتر بهتر هست. اتفاقا تحقیقاتی شده وقتی نسل زد در واقع اولین سری از نسل زد که میخواستن وارد عرصه کار بشن نیستی از دانشگاه های معتبر دنیا فکرم آکسفورد استنفورد اینا اومدن نیستی تحقیقات کردن در رابطه با اینکه خب تفاوت‌های این نسل با نسل‌های دیگه چیه و یکی از چیزایی که پیدا کردم اینه که این نسل جدیدتر خیلی روحیه میگن دایورسیتی یا پذیرش تنوع توشون بیشتره و حساس‌تر هستن به مسئله تبعیض و خب این خیلی امیدوار کننده است وقتی اینو توی این کانتکست به اصطلاح بهش بپردازیم، یعنی که امید به اینکه نسل آینده چپ شاید جوانهای چپی که الان به قول مفهوم توی جوامع ما دارن فعالیت میکنن امید به این که اونها توشون این روحیه به اصطلاح حساس بودن به مسائل تبعیض و نابرابری و اینها و پذیرش تنوع بیشتر باشه و اون به نوعی معضلی که ماهایی که حالا به نسل گذشته به اصطلاح به نسل قدیمی‌تری تعلق داریم و به هر حال روحیه مردسالاری رو توی مثلا تشکل‌هایی که باشون کار میکردیم کاملا با گوشت خودمون احساس میکردیم این رو منم خیلی امیدوار هستم. میگم تحقیقاتم در واقع اینو بیشتر هم ساپورت میکنه حمایت میکنه که در آینده این کمتر باشه و ما به هر حال میتونه کمک بکنه به اینکه حضور زنان رو تو تشکل‌ها فعالیت‌های سیاسی مثلا بیشتر پررنگ‌تر ببینیم و بیشتر تو تشکل‌های سیاسی. من دوباره تاکید می‌کنم شاید خوب توضیح ندادم، من معتقد هستم زنان به خاطر اون ستمی که بهشون رفته و به طور کلی فکر می‌کنم تو پروسه تکامل مغزشون نسبت به بی‌عدالتی و تبعیض حساس‌تر شدن، به خاطر همین من زنان رو واقعا یه موجودات سیاسی‌تری می‌دونم از مردان و فکر می‌کنم که اصلا گفتم یعنی نقششون هم نقش شاید واقعا چیزتریه، یعنی معنیدارتریه ولی این بحال این با وجود این واقعا خیلی یادمه که اون بگیم چطور که تشکل‌های سیاسی که ما داریم زنان نقششون کمتر هست، چون تعداد زنان
کمتر تعداد زنانی که میتونن موثر باشن، خلاق باشن، به اصطلاح خلاق هستن زنان، ولی معمولا اگه توی تشکلای مردسالارانه شما یه خلاقیتی از خودتون نشون بدید، با اینکه خلاقیت لازمه یه کار سیاسیه، یه کار سیاسی کار سیالیه که نیازمند این هستش که ما هر لحظه خودمون رو با تغییرات اجتماعی سیاسی جهانی منطبق بکنیم، مستلزم داشتن خلاقیت و استقلال فکریه. ولی متاسفانه این تشکل‌هایی که من توش کار کردم فضا برای یک زنی که مستقل فکر بکنه، خلاقیتش میشه نوآوری داشته باشه، بتونه خودش به قول معروف سعی بکنه نقشش رو توی این همراه کردن فعالیت‌های سیاسی اجتماعی با این تغییرات اجتماعی رو معمولا متأسفانه به زنها این فضا داده نمیشه. شاید هم بیان ماها هم خودمون انقدر اون مهارتی رو که بتونیم باهاش مقابله بکنیم رو هم به اصطلاح شاید نداشتیم، چون به هر حال ما هم محصولات این جوامع مردسالار هستیم، از یه چیزای محروم بودیم که خب 100 درصد تاثیراتش رو روی ماها هم گذاشته. مرسی، ببخشید اگه طولانی شد. من میخوام به پاسخ دوست عزیز ما آقا فهاد بگم که دو نکته یا اشاره کردن. یکی از اون جایی که من فکر میکنم به عقیده من هنوز زن به حقوق کامل خود در همه جا نرسیده، حتی کشورهای اروپایی. آلمان که یکی از کشورهای مدرن است امروز، بعد از 55 سال است که تا حدود از دید من زن به او صلاحیت‌های حقوقی قانونی رسیده. قبل از 55 سال زن نمیتونست خودش به صلاحیت خود طفل خود از بین ببره، نه بر از بند بردن طفلش برای کرتاج، باید با شوهر هم قدم میشد، سنتی که امروز در جامعه اسلامی هست. یعنی امروز هم این مبارزه ادامه داره. آنچه برای من بسیار دلچسب بود در آلمان سالهای اولی که من سالهای 91-92 که من اینجا آمده بودم، چیز به نام روز 8 مارچ نداشتیم. من هیچ خبر در 8 مارچ نخوانده بودم، من هیچ ساختار سازمانی زنها را نداشتم، تنها احزاب بود که مرد و زن با هم بودن. بله، آنقدر باریکی هایی در این جامعه وجود داره که آدم با دقت متوجه میشه که زن هنوز هم به حقوق کامل مساوی خود نرسیده. هنوز هم در بعض ادارات مزد زن و مرد از هم متفاوت است. هنوز هم در بعض ادارات اگر به خاطر یک پست هم زن درخواست کار بده و هم مرد چانس بیشتر داره. چرا؟ به خاطر که زن مرحله بارداری داره. زن میتونه به خاطر بچهش بیشتر به روزهای تعطیلات مریضی بره، ولی یک مرد در هر صورت میتونه همیشه حاضر باشه. کارفرما حضور کارگرش میخواد بیشتر داشته باشه که بازم با بود اقتصادی میده. یعنی او اقتصاد میتونه توصیل گذار باشه سر شرایط حقوق مساوی ما در جامعه. ولی در قسمت افغانستان اگه بخوام بگم، من فکر میکنم که حکومت ها میتونه تاثیر گذار باشه. او تصویری رو که من برای شما به نقاشی کشیدم تصویری بود که از یک حاکمیت حزب سوسیال دموکراتیک در افغانستان حضور داشت، با کادرای روشن نگر روشن فکرشان میخواستن بر ساختن جامعه مبارزه کنن و جامعه را آگاه کنن، نه یک جامعه سمبولیک که برای بیان بیرون باشه. با او خاطر زن در قانون به صلاحیت‌های خود رسیده بود و ما ساختار ما از طرف حزب حمایت و پشتیبانی میشد. ولی همین حالت در افغانستان در زمان کرزی اگه نگاه کنیم، یک دولت سمبولیک اروپا ایجاد کرد و برای اولین بار افغانستان 30 کشور جهان بود که حضور زن در پارلمان داشت. یعنی بیشترین زن در پارلمان افغانستان حضور داشت. ولی میفهمین چی زنایی در اونجا حضور پیدا کردن، اسمشان نمیتونستن بنویسن، زنایی که انالفابت بی سواد کامل بودن. چرا؟ به خاطر توسط مرد انتخاب شده بود، دنبال عقب یک صندلی رشاندن تا بتونن یک تصویر برای خارج بدن که گویا حضور ما اینقدر ارزش میگذاره به مقام زن. یک چیز سمبولیک بود که یا خواستن صرف با یک تصویری که از زن در هر گوشه میشانن به جهان نشان بدن که اینجا نه تنها که حقوق مساوی نیست، حقوق خیلی جلو هم هست، مردا عقب ماندن در اینجا. تجلیل از 8 مارچ نشان میدن در یک برنامه
ده نفر زن خواستن در روی زمین شوندن با چادری، ما چادری میگم نمیدونم از شما چادر است ولی از ما یه چیز پوشیده تر از چادر است، با اون روی زمین نشوندن، آقایون روی صندلی نشستن صحبت ها رو آقایون میکنن، زنای بیچاره روی زمین نشستن به خاطر چی؟ گفتن 8 مارچ میخوان تجلیل کنن. اینم یک سمبول از تجلیل ازیا بود. به اون خاطر من به این عقیده هستم که دولت ها میتونن تاثیرگذار باشن سر شرایط انسان‌های هر جامعه، بخصوص زن‌ها. من فکر می‌کنم در روی کره زمین مال 50-50 باید باشیم، برای دیگه انقدر جنگ ها آمد و اقا انسان ها از بین رفت که در همه جا باید. در افغانستان خب ما بیشتر از 50% هستیم چون بیشتر مردها را کشته دادن، ولی جنگ های اخیر من فکر می‌کنم در سر طرف و سر جهان این تاثیر گذاری ها را گذاشت. من به یه عقیده هستم که حرف من جمع بندی کنم که دولت ها میتونن تاثیر گذاری های خود داشته باشن، حتی در افغانستان در زمان ما و در زمان آقای کرزی، ولی در جهان معتقد هستم که زن به آزادی کامل خود از لحاظ حقوقی و قانونی نرسیده. به می خاطر از مبارزه جریان داره. اولین بار از 3 سال به این طرف در آلمان تصمیم گرفتن روز 8 مارچ تنها در شهر برلین تعطیل اعلام کنن. تازه ساختارهای زنها در ایالات آلمان ایجاد شده و به مبارزه جنسیتی پرداختن و این مفهوم است که دارن به خاطر حقوقشان مبارزه میکنن. با بخش نگه بیشتر صحبت کرده باشم، امیدوارم پاسخ بوده باشه. مرسی، مرسی نسرین جان، مرسی رایل جان. یک چیز اتفاق جالبی که افتاد و نادر بود، واقعا نادر بود، این بود که برق رفت. به سرم اومد باچر دوان دوان که برق همه خیابون رفته و واقعا عجیبه اینجا برق بره. برای این یک اختلالی وجود اومد، من بابت اون به جای اداره برق معذرت میخوام. ولی سوال فرهاد جان، فرهاد سوالش این بود در ارتباط با مسئله اروپا اقتصاد و اینکه نقش زنان در تولید و استقلال اقتصادی داشته باشن. یکی از خواسته های زنان توی جامعه ایران حق کار بوده. حق کار یعنی که داشتن استقلال اقتصادی و اینکه زن رو مستقل میکنه و تابع مرد نمیکنه. این چیز خیلی مهمیه و از اونجایی که کلا اقتصادی که تعیین کننده است، اون ده که نقش اصلی رو وزیربنای ایفا میکنه، همیشه مهمه. در جامعه مثل جامعه بریتانیا هم حقوق افراد مشابه با مدرک تحصیلی مشابه با پایه نمیدونم کاری مشابه، 20% زنان از مردان حقوقشون کمتره. یعنی الان در قرن 21 20% تفاوت حقوقی داره و در استخدام هم دقیقا همون مسائلی که رفیقمون نسرین گفتن اینا محرز میکنن. حتی بعضی جاها میپرسن که شما باردار هستین یا نه، برای اینکه اون محاسبه میکنه و میبینه که شما 9 ماه نمیدونم 3 ماه از اونور باید مرخصی زایمان داشته باشی، نمیدونم 2 ماه از اونور باید یک اختیار امکانات دیگه داشته باشی. به همین دلیل خانوم ها رو نه تنها استخدام نمی کنن، بلکه سوال، این سوال خودش سوال به نظرم غیر منطقی، حتی باید غیر قانونی باشه به نظر من، وقتی که از شما بپرسن شما باردار هستین یا باردار نیستین. اما در ارتباط با رهبران سیاسی الزاماً زنان اینجور نیست که سیاست مداران حاضقی باشن صرفا به صرف زن بودن. ما مادلین آلبرایت جنایتکار رو داریم، ما مارگارت تاچر رو داریم که اینجا واقعا بدترین فوشا رو بهش دادن، مردم پایکوبی کردن وقتی که مرد. ما کندالیزا رایس رو داریم نگاه بکنیم، همینجور زنان دیگری که میتونیم توی احزاب راست ببینیم، توی همین کشور ببینید خانم می اومد، خانم خانم دومی اسمش الان واقعا یادم رفت اومد. اینا خب الزاماً این نیست، مهم ایده و تفکره. به نظر من تفکر چپ بعد از حالا به قول بعضی رفقا فروپاشی یا فروپاشاندن اتحاد جماهیر شوروی خیلی آسیب دید و ما این یک موزل شد. یعنی شکست یا فروپاشی جامعه شوروی رو همتراز کردن با سوسیالیسم، همترازش کردن با اینکه این نگاه عدالت خواهی
به شکست منتهی میشه و این متاسفانه یکی از بزرگترین ضرباتی بوده که نیروهای عدالت‌خواه و نیروهای چپ به طور کلی نیروهای سوسیالیست، نیروهای سوسیال دموکرات، شما میبینید در همینجا در غرب هم احزاب چپ، احزاب راست خیلی قوی تر دارن عمل میکنن، خیلی بیشتر رأی میارن، هرچند که من معتقدم این دوره‌ای بوده. الان دوره دقیقا داره یک چرخش وجود میاد، حداقل تو این جامعه که متوجه شدن که سیاست‌های راست سیاست‌های نادرستی بوده، برگزیت سیاست نادرستی بوده. شما میبینید وقتی که برگزیت تو این جامعه میخواد انجام بگیره، نماینده زن لیبری رو که نماینده پارلمان بوده به صرف حمایت از برگزیت با چاقو راستا میکشن. ولی الان بعد از نتایج برگزیت تو این جامعه، گرانی، فقر، نداری، واقعا فقر از چهره یک بخش از جامعه همینجور میباره. اینها الان نشون میده که سیاست‌های راست سیاست‌های فرق نمی‌کنه، زن باشه اون رو اعمال بکنه یا مرد، مهم نوع سیاستی که اعمال میشه. و اینه به نظر من مهم، این که سیاست‌های زنان، اگر زنان بر سر کار باشن دنیا بهشت بر این خواهد شد، به نظر من فقط یک واهیه، یعنی اصلا به نظرم هیچ گونه پایه و اساس منطقی و علمی نداره و این شدنی نیست. شما همین نخست وزیر فنلاند رو به عنوان نمونه مثال زدید که خیلی جوانه و خیلی هم شیفته اینی که اتفاقا پیوند به ناتو، میبینیم نخست وزیر نیوزیلند رو خیلی راحت میاد استعفا میده و این دلیل ناکارایی این افراده، نه اینکه زنانا، این افراد، که چون این افراد افرادی هستن که سیستم ها اینها رو میخوان و وقتی اینا سیستم اینا رو میاره بالا نتیجهش این میشه. ولی در مورد زنان ما میبینیم زنان قدر، زنان توانمند، ما مثلا نمونه داریم توی احزاب ایران، توی حزب توده من همیشه مریم فیروز رو به عنوان یک زن فوق العاده قدرتمند و قدر میدونم و کاش ما چندین زن مثل ایشون داشتیم. در خیلی موارد دیگه دارم نگاه میکنم توی مقاطع علمی، زنهای بسیار بسیار قوی داریم که اندیشه های چپ دارن. به نظر من داشتن این اندیشه چپ خیلی مهمه در عملکرد افراد و اگر قرار یک زن راست بیاد بر سر کار به صرف زن بودن، هیچ گونه تغییر تحولی در جهان رخ نخواهد داد. مرسی از وقتی که به من دادین، این نظر من بود. ولی الان نوبت داریوشه و داروشان نستون بالا بود، نوبت شماست و بعد هم رفیقمون ملیحه و بعد رفیقمون کاظم، ولی من بعد از کاظم رفیقمون شیری یک دونه پیام داده برای مناسبت 8 مارس، خواسته که من اون رو بخونم و چون ایشون نیستن من دیگه از ایشون بعدن بعد از رفیقمون کاظم خواهم خوند. داروشان بفرمایید. بله، من با تشکر از تمام سخنران ها و چقدر خوشحال و خرسند هستم رفیقی که نسرین مفید و رفیق نسرین مفید برای معرفی کردم برای این برنامه و سپاسگزار صحبت‌های خیلی خوب و تاثیرگذارش. و برای اینکه دوستانی که بعداً برنامه ضبط شده رو می‌بینن، ما زمانی که رفیقمون نسرین شروع کردن ضبط روشن نکردن، باید بگم همینجا که سخنران اول خانم نسرین مفید از افغانستان بود. اما سوالی که من دارم شاید به هر سه سخنرانم برگرده اینه که خب هم رفیق دنا و رفیقمون نسرین هر دوتا در مورد مبارزات دموکراتیک زنان صحبت کردن، در دنا به طور تاریخی و رفیقمون هم نسرین از زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان اومد تو جزئیات صحبت کردن. و رفیقمون راحل از یه زاویه دیگه برخورد کرد که من اون مورد توجهم هست و میخوام نظر هر دو رفیق دیگرم بدونم، یعنی هر سه رو. که رفیق راحل مطرح کرد که تو تشکیلات، حالا صحبت ما هم بیشتر فرض میکنم روی تشکیلات چپ باشه، که تو تجاربی که رفیق راحل مطرح کرد این بود که در این تشکلاتی که ایشون بودن در واقع
ابتکار و خلاقیت زنان مورد پسند نبوده، بیشتر به این صورت بوده که به عنوان کسایی که دنبال رو باشن و اونا رو دنبال کنن. من میخوام بگم که شاید این واقعیته، ولی بخشی از واقعیته. من فکر میکنم باید یه خورده وسیع‌تر رفت و اون اینه که من فکر میکنم که چون ساختارها، فرهنگی که تو اون جوامع وجود داشته یا چیز بوده، فرهنگ غیر دموکراتیکی وجود داشته باشه، این نوع برخورد به مردان هم میشه. یعنی این نیست که فقط به زنان میشه. شما تو هر تشکل چپ که برین، این مسئله کسایی که به نوعی دیگر فکر میکنن، به نوعی دیگه میخوان حرکت بکنن، این چیز میشن، مورد چیز قرار میگیرن، به زیر کشیده میشن، یا اونا رو نفی میکنن یا منفی بهشون نگاه میکنن. من خودم میخوام اینجا با جرئت بگم همین برنامه‌ای که اینجا الان داره انجام میشه، بنا به این که با ابتکار شخصی و فردی انجام گرفته، نامش گذاشته شده موازی‌کاری، و بر علیه کسایی که این برنامه رو گذاشتن قد علم کردن که شما رفتین یه همچه برنامه گذاشتین. یعنی منظورم اینه که شما اگه اقلیت فکری باشین، توی تشکیلاتی باشین، اینه. من میخوام ببینم که به خصوص رفیقمون نسرین اگر تو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودن، در رابطه با فردی، خب هر فردی میتونه بره سیاست چیز بکنه و فلان، در رابطه با سیاست سازی در کار گروهی در حزب دموکراتیک افغانستان، اگه شما تجربه ای دارین که نشون میده که شما به همون اندازه مردان سهیم بودین، یا اونجا هم همین حالتی که یه عده‌ای به عنوان مغزی متفکرین به عنوان مردان مثلا چیز میکردن، و رفیق دنا از شما هم همینطور، شما آیا فکر میکنی که این مثلا مرد سالاری فقط مختص این حالتی که مثلا چیز این نگاه مرد سالانه زن رو چیز میکنه فقط مختص زن هاست، یا چه فراتر از اون چیزه؟ این سوال رو در رابطه با رفیق من راهله هم دارم که من فکر خودم شخصا فکر میکنم در ورای این حرف هاست، به خاطر کنت پیشینه تاریخ دیکتاتوری و عدم تحمل دیدگاه دیگر، همیشه میخواد این دیدگاه متفاوت سرکوب بشه یا سکوت بکنه یا فلان. این از این. و در اینجا هم آخرم یادی میکنم بر رفیق کبیرمون مریم فیروز و تمام رفقای فدایی زن که تو مبارزات ضد استبدادی، ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی شرکت فعالی داشتن. تمام. من فقط همین یه سوال دارم. نسرین جان بفرمایید، شما میکروفونتون بسته است. مرسی. من نمیخوام روی هیچ مسئله، نمیخوام به شکل مطلق صحبت کنم. هر چیز میتونه اتفاق بیفته و هر امکانه هم که همه چیز 100% نیست، یعنی میتونه هم باشه هم نباشه. من معتقدم که وقتی زن در یک مکتب سیاسی میایه، با درک و درایت سیاسی میایه و توانمندی دفاع از عقیده و تفکر سیاسیش در یک ساختار تشکیلاتی داره. من شخصا به مثابه یک عضو حزب که سالهای طولانی بودم، در گفتمانهای بسیار وسیع سهم گرفتیم، گاهی با رفقایم هم نظر بودیم، گاهی در مخالفت مطلق هم استاده شدیم. به خاطر دیالوگ که در گفتمان نباشه، جر و بحثی که در سیاست نباشه، پس اون دیگه هیچ نوع سیاستی نمیشه. باید ما به یک گفتمان با در پایان گفتمان به یک نتیجه برسیم، و این نتیجه نمیتونه نتیجه مطلق زنانه یا مطلق مردانه باشه، بلکه نتیجه مطلق هم فکری میتونه باشه با تفاوت‌های اندیشه‌ای. ما در مسائلی که اختلاف نظر پیدا میکردیم، اختلاف نظر صنفی پیدا نکردیم. ما همیشه مثلا یک گروه مرد و زن با یک دید نگاه میکردن و یک گروه مرد و زن دیگه با یک دید دیگه. یعنی ما همزمان به مسابقه دو انسان، دو عضوی که با یک دیدگاه مشترک برای تصمیم گیری در یک عرصه معین ابراز عقیده میکنیم. هیچ وقت اگر زن ناتوان باشه از درک سیاسیش، میتونه برش دکته بشه که تو با اینجوری انجام وظیفه کنی، با این شخص رای بدهی و با اینجور عمل کنی. ولی اگر زن توانمندی فکریش کامل باشه، مطمئن باشین اول آقایون این جرأت نمی کنه، و اگر جرأت کرد باید زن در مقابله سیاسی برخیزه. وقتی ما در برابر رفیق حزبی خود نتانیم کلام را بیان کنیم و از عقیده و اندیشه خود دفاع نکنیم،
برای یک جامعه هیچ وقت نمیتونیم مؤثر باشیم، چون جوری میتونیم در برابر انسانهای دیگه یک تصویر خوب آموزنده بر از نو باشیم؟ وقتی ما اینقدر شکست خورده و تابع و رعیت باشیم، مثل یک آدم بی‌سواده که هرچی به ما بگن ما عمل کنیم، پس نیاز نداریم به طرف مبارزه بریم. ما به یک قیده هستم در ساختار سازمانی ما، در ساختار حزبی ما، ما اختلاف نظرها داشتیم ولی هیچ وقت رعیت نبودیم. مرد حاکم اندیشه ما نبوده، مرد رفیق حزبی ما بوده، مرد هم نوای ما بوده یا مخالف ما بوده، ولی هیچ وقت حاکم فکری ما نبوده، حتی در هر سطحی که بوده باشه، چی رئیسم بوده باشه چی در کنارم بوده باشه. ما رقابت های خدا داریم. چرا؟ گاه گاه حسودی های میتونه در میان بیاد. وقتی که زن در مقامات سطوح بلند رهبری بالا میره، گاه حسودی ها میتونه باشه، ولی اینا حکمرانی نمیگم، به اینم ثمره یک جامعه سنتی میگم. در گاه بعضی جاها زنها اندک عقب نشینی میکنن و سکوت میکنن. اینه با یک زاویه دیگه یا با یک آینه که دیگه میخوام ببینم. در اینجا حرمت گذاری ها هست، احترام کردن ها هست، چون در یک جامعه سنتی آدم خیلی چیزا را رعایت میکنه بدون از اینکه بخواین، نه به خاطر از اینکه مجبور هستین، بلکه فکر میکنین یک نوع اخلاق برازنده سنتی ما هست که ما باید رعایت کنم، احترام کنم، بر روی یک بزرگ چیز نگویم. اما تسلیمی و رعیت بودن و برده بودن فکری در ساختار سیاسی ما خوشبختانه نبوده. اینو به صراحت میتونم بگویم و خوشحال هستم همیشه با اونچه که معتقد بودیم، باور داشتیم، ما بر از او رسم میدیم. اگر قبول کردن قبول نکردن جنگیدیم، ولی در تسلط فکری مردها نبودیم. ما دید ساختاری خود براتون خواستم بیان کنم. راهل جان مایلی پاسخ بدی؟ میکروفون باز کن. بله، من تاسش به فکر رو رفتم، فکرم اولش از انتقال از خودم شروع بکنم، چون که اصلا این به ذهنم نرسیده بود که چون من میدونم که سازمان اکثریت هم یه برنامه برای 8 مارس داره و داشته، ولی من دقت نکرده بودم که ساعت این دو تا برنامه در واقع دقیقاً روی هم افتاده بود. زمانی که انتخاب شده بدون در نظر گرفتن این بود که راحت جان ببخشید من اومدم وسط حرف، برنامه سازمان روز یک شنبه 12 مارس در کلاب کافه مکس. سازمان اکثریت امروز برنامه نداره که تداخل به وجود بیاد. یه برنامه من دیدم که مثل که امروز تاریخش یه برنامه دارم، مثل که تو استن هستش یا نه، اون مال سازمان اکثریت نیست، یک گروه توی استن برای خودشون برنامه مستقل داره، هیچ مربوط به سازمان نیست. برنامه سازمان 12 مارس هست توی کلاب مکس. از همین الان هم از خانم نسرین دعوت میکنم که تشریف دارن کلاب هاوس، برنامه ما رو هم ببینن بشنون. بفرمایید رایل جان. من میخواستم بگم که من چون از مسئله موازی کاری مثلا صحبت کردم، یه لحظه چیز کردم که نکنه من کم دقتی کردم و این برنامه ها در واقع همزمان افتاده و خب این واقعا درست نیست. ما باید این ملاحظات رو داشته باشیم که توی کار جمعی خیلی مهمه که به هر حال یه هماهنگی های صورت بگیرید، یعنی هر کسی نمیشه ساز خودش رو بزنه. از این بابت خب خیلی خوشحالم که پس من اشتباه کردم و اینجوری نیستش که چیز همزمانی وجود داشته، ولی میپذیرم تا یه حدی زیادی که ما خب بالاخره واقعا محصول صدها سال دیکتاتوری هستیم و درک ما از دموکراسی هم درک خیلی سطحی هستش، واقعا نهادینه نشده و طبیعتا واقعا یکی از معضلات هم همین هستش که کسانی که کار میکنن چه مرد و چه زن توی تشکلات معمولا خب اون حقوق دموکراتیکشون اونجوری که باید در واقع چیز نمیشه، یعنی واقعا بهش پاسخ داده نمیشه و درسته کسانی که یک کمی توی اقلیت همین احساب و گروه ها باشن، سازمان ها باشن یا تفکر متفاوتی داشته باشن، با یه در واقع خشونتی در واقع به یه شکلی روبرو میشن. حالا این خشونت میتونه خشونتی باشه، ما بهش میگیم خشونت منفعل، پسیو اگرسیو، ولی
به هر حال درست هستش که این مشکل برای مردها هم وجود داره. اما واقعیتش اینه که حتی تجربه‌ای که نسرین عزیز مطرح کردن، گفتن که حتی توی مثلا توضیح دادن که در رابطه با مردانی که به هر نظر فکری متحجر هستن چیز هستن، ولی با اینا زنان رو میارن، حالا اونا میشونن زمین، ممکنه خب مردایی که یکی کمی چیزتر باشن، مدرن تر باشن، رو زمین نمیشوننشون، خیلی هم مثلا بیارن بذارنشون جلوی دوربین اینا، ولی واقعا اینجوریه که زنان رو در واقع بیشتر دنبال رو میخوان. و این من میتونم بگم که یه ذره در رابطه با زنان بیشتر قوی تر دیده میشه تا مردان. البته درسته که مردایی هم که کلن مطیع باشن کلن راحت تر توی این تشکیلات هم میتونن کار بکنن، چون واقعا اون دموکراسی درشون نهادینه نشده و در واقع تفاوت نظر داشتن توش سلبریت نمیشه، ارزش گذاری نمیشه، در واقع به نوعی انگار یک جور همیشه یک جور مقاومتی نسبت بهش وجود داره و یک مخالفت، یک جور امنیتی رو برای کسایی که حالا به هر حال کرسی یا یه سمت های رو توی این احساس و تشکل ها شاید داشته باشن انگار ایجاد میکنه، که معمولا اینجوری که درسته واقعا این چه در تو مرد و چه در تو زن ها یه مقدار افرادی که متفاوت فکر بکنن ازشون استقبال نمیشه، ولی این همیشه به نظر من در تو زن ها شدت بیشتری داره. زن مستقل، زن خلاق، زنی که میخواد مؤثر باشه به نظر من بیشتر مورد خشونت قرار میگیره. حالا ممکنه مرد همه اینو نبینن، ولی که میبینیم که همین باعث میشه که بسیاری از زنان میرن توی تشکیلات ها ولی زیاد زمان میگیرن و حدیر میشن خارج بشن. مرسی. مرسی راهل جان، سوال خیلی سختی ولی برای من پاسخ دادنش که رفیقمون داروش پرسید. من فکر میکنم که بافت تشکیلات ها کمی متفاوت از همه. مثلا ما اگه یک تشکیلات حزبی رو نگاه بکنیم، مثل حزب توده ایران یا مثل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اینا یک بافت حزبی قوی دارن که این که شما بر مبنای عضو میشین و باید رعایت بکنید. اصول ما اینه، این در تمام اعضای کلاسیک اروپایی هم همینه. این رو یعنی اعضا موظف هستن در چارچوب سیاست های اون تشکیلات و اون حزب عمل بکنن. حالا شاید یک مقدار خیلی کم زمینه بازی وجود داشته باشه، ولی نه اینقدر. در یک تشکیلات مثل سازمان ما که مد نظر داروشه، تنوع نظر خیلی زیاده. ما می‌بینیم یک نظری داریم که کاملا نزدیک به کاملا مارکسیست لنینیسته، کاملا مبارزه طبقاتی رو میپذیره، ولی یک کسی رو می‌بینیم که اصلا دیگه نه باورمند به مقوله امپریالیسم، نه با مسئله سرمایه‌داری زاویه حاد داره، و این باعث اختلاف در اون اندیشه میشه، اختلاف در اون تشکیلات میشه. به نظر من اون چیزی که داریش میگه بیشتر روی این زاویه میچرخه، یعنی تشکیلاتایی که اون انسجام و اون چارچوب مستحکمه، حالا ایدئولوژیک اسمشو میذارن رفقا یا هر چیزی دیگه، نباشه، خب این گفتگوها یا این چالش ها کاملا وجود داره. ولی اینکه در مورد نقش زنان در سازمان های سیاسی، خب یک چیزی که راهله گفت و رفیق منصرین هم گفت اینه که معمولا افرادی که تبعیت میکنن و از خودشون نخوان اندیشه بکنن و یا مقابله بکنن، حتی اگه مخالف باشن، جایگاه بهتری دارن. یک واقعیت در هر جا، در هر جایی شما چه در یک اداره نگاه بکنی چه در یک تشکیلات سیاسی، اونایی که معمولا تبعیت میکنن از اون چیزی که حالا اسمش رول، اسمش قانون، اسمش نمیدونم هر چیزی باشه، خیلی براشون زمینه مساعدتر و راحتره، حتی برای ترقی در مدارج نمیدونم شما فکر کنید هم از علمی، سیاسی، حتی اداری. اینا خب به دلیل همون تبعیت جایگاه خاصی رو بر خودشون پیدا میکنن. ولی من با موازیکاری مخالفم، مثلا با این واژه احساس نزدیکی نمیکنم. من فکر میکنم که آدمها بنا بر توانشونه که فعالیت میکنن. برای نمونه الان راهله رو مثال میذارم، درسته تشکیلاتی نیست، ولی راهله بنا بر توان خودشه.
که میگه چیکار کنیم رفقا کافه مکسیم بزنیم. از اون بر روز شنبه تدارک میبینه در تلگرام این کار انجام بده. خب راهله وقتی که زمینه رو در تشکیلات برای این استفاده انرژی خودش نمیبینه، طبعا از اونجا دلسرد میشه و سعی میکنه انرژیش رو اون چیزی که بهش باور داره جای دیگه استفاده بکنه. این در مورد هر کسی میتونه صادق باشه، یعنی عمل بکنه، و در واقع این تشکیلات ها هستن که نیروهای گرانبهاشون را از خودشون دور میکنن، نه اینکه رفقای امثال راهله یا هر کسی دیگه که بخواد مجزا کار بکنه، یعنی بخواد از اون پتانسیل ها، توانش، دانشش استفاده بکنه. من پاسخم در این حد بود و الان نوبت هم که باشه نوبت رفیقمون ملی هست. ملی جان بفرما. خب منم استفاده کردم از صحبت های هر چهار سخنران. سوالم از رفیقمون نسرین هست. با توجه به همه مسائلی که گفته شده اینجا که همش جای سوال داره و متاسفانه به خاطر مریضیم نمیتونم وارد این مباحث بشم چون خیلی مهمه، همه این حرفایی که هر چهار سخنران گفتن، به ویژه صحبت داشتم با سیمین عزیز که اون اشاره‌ای که کردن به ایجاد تحول و به ادبیات و شعر ایران اشاره کردن سوال داشتم. سپیده ملیه جان. بله سپیده. بله بله گفتم اسمشو، گفتم نیستن انگار الان. اما من از نسرین حالا سوالی دارم و اون این که خیلی این سوال برای من پیش اومده که در 20 سال گذشته آیا هیچ رد و نشانی مثلا در کشور ما چپ نتونست دیگه فعالیت علنی بکنه، اما چپ حضورش ملموسه تو جامعه ما در صحنه های انتخابات و به ویژه زنان در به اصطلاح بخش های اجتماعی، فعالیت های مدنی خیلی بارز هستن. زنانی که سبقی همون چپ دارن و زنانی که باقی مانده از تشکیلات چپ هستن. میخواستم سوال کنم از رفیق نسرین که حزب دموکرات تیک خلق افغانستان و به ویژه زنان این حزب در 20 سال گذشته هیچ راه نفوذی یا هیچ زمینه کاری برای خودشون ندیدن، به ویژه با توجه به اینکه خب دولت کرزا یا دولت احمد غنی دولت‌های معلوم الحالی بودن از نظر ما چپ‌ها، آیا امکان هیچ نوع کاری به اجتماعی مدنی از جانب زنان چپ در افغانستان فراهم نبود؟ چون در دوران اینها هرج و مرجی هم در جامعه بود که برها میتونست باعث بشه که فرصت ایجاد بکنه. طولانی نمی کنم، امیدوارم رسونده باشم حرفم و رفیق نسری. ممنون. نصر جامعه فرمید کش رویدانا مزرد میخوام نصر خانی مزرد میخوام رویدانا چون من یک روبه دیگه بس برگردم سر کار. سوال منم چون مستقیم از نسرین خانومه یا من فکر کنم بس بگم رفیقم نسرین، میخوام سوال من بکنم که دیگه دوباره بر نگرده و ایشون جواب بدم. آیا امکان داره این کار بکنم؟ خیلی ممنون. رفت نسرین، من سال اولم خیلی ساده است، میخواستم نظر شما رو راجع به جنبش فمینیستی بدونم. همونطور که میدونین خب اختلاف نظرات زیادی در جنبش چپ هست، به خصوص من میدونم در حزب توده ایران و حزب دموکراتیک ایران همیشه اینطور نبود که به عنوان یه حزب فمینیست شناخته بشه، یا حداقل بیشتر مبارزه طبقاتی رو عمده میدیده و فمینیسم یه مقدار یه خود جنبش ضد مرد میدیده و غیره. ولی به هر حال درک من بود که حزب دموکراتیک مردم هم
همینطور بوده. وقتی شما میگین ما بیشتر به تفاهم توجه میکردیم تا که نکته بسیار بسیار خوبه، ولی با این وجود علاقه دارم نظر شما رو راجع به جنبش فمینیستی بدونم. نکته دوم، خب شما میدونین ما هم همه ایرانی هستیم، در واقع هم نزدیکترین همسایه به شما، که مذهب چه تأثیر عظیمی در نگه داشتن، عقب نگه داشتن جامعه داشته و این حتی در جامعه افغانستان به شدت شدیدتر بوده به دلیل عدم رشد نیروهای مولده. ولی به هر حال ما دو تا تجربه تاریخی بزرگ در خاورمیانه به خصوص ایران و افغانستان داشتیم که هیچ گونه ایدئولوژی وارداتی، حالا مستقل از دلایل شاه، چه ایدئولوژی لیبرال دموکراسی غربی و که از نقطه نظر ما ارتجایی در این مرحله تاریخی و چه ایدئولوژی سوسیالیستی مترقی، هیچ کدوم نتونستن در خاورمیانه و افغانستان و غیره، پاکستان، تمام کشورهای اسلامی نتونستن قدرت سیاسی رو بگیرن، نگه دارن و بخش عمده‌اش هم اخلال از طرف مذهبیون بوده که گاهی اوقات امریکایی هم ازش دفاع کردن، گاهی که چرس کنم اکثر اوقات حالا به حیل مختلف. ولی واقعیت اینه که بطن جامعه جوامع ما توانایی پذیرش ایدئولوژی های وارداتی رو نداشت و نیازمند تغییرات عظیم بومی بود که زمان بره و دردآوره. من معتقدم که آیا رفقای حزب دموکراتی که افغانستان الان به این جنبندی رسیدن، چون در این که امریکایی‌ها مانع بودند که حرفی نیست درش، ولی در این که خود امریکایی‌ها موفق نبودند ایدئولوژی لیبرال دموکراسی رو بدون تازه هیچ کمکی از بیرون به نیروی مقابلشون موفق و موفق باشن، خب این نشوندنده یه جنبندی تاریخی است که باید به وسیله نیروهای مترقی و کمونیست حتما صورت بگیره و راه حل این تضاد روشن بشه. این در رابطه با جامعه ما هم مطرحه. ما خودمون هنوز مسئله به اندازه کافی بین خودمون بحث نکردیم، ولی میخواستم ببینم که آیا شما رفقا جنبندی از این گذشته دارین یا نه. ممنون. میکروفون بسته است. من میکروفون بسته دارم. شما میکروفون باز کنید، بفرمایید. وقتی که میکنم دستای دیگه هم بلند است، آقای کاردم هم دستش بلند است، میشه اونا بله. صحبت کنیم؟ باشه، مورد نداره. محمود جان، رفیق محمود، میکروفون خدمت شما. رفیق محمود کرد، نوبت من هست چون دوستان بله. دیگه هم بیاد من نوبت گرفتم. شماست، بعد از کاظم شما هستید و من دست دیگه بالا نمیبینم. و رفیق کاظم لطفا دستتون رو پایین بندازید، نوبتتون تموم شد. بفرمایید محمود جان. اولا من هم میخواستم به سهم خودم به همه کسانی که تو اتاق هستن تبریک بگم 8 مارس و به خصوص خانوم هایی که در این اتاق هستن. جلسه خیلی خوبی بود. من تا کنون بسیار استفاده کردم، به خصوص با رفیقمون نسرین مفید که خیلی برام برانگیزه و برانگیزنده و جالب بود. به هر حال من خودم سالها تو افغانستان مهمان این رفقا بودم و همیشه خجلم نسبت به خدماتی که این رفقا ما کردن توی سالها. نه تنها من بودم توی این اتاق، الان رفیق ما فرانم هستن،
ما به هر حال بسیار دین داریم، مدیونیم به این رفقا و از این بابتم شاید یه مقدار من به خودم حق بدم که سریعتر با رفیق نسرین صحبت کنم. من این سوال رو از رفیق کشمند هم کردم، ولی از رفیق کشمند پرسیدم که با توجه به شرایط و ویژگی‌هایی که در افغانستان حاکم بود، آیا اون حرکت در سال 57 انقلاب سور درست بود؟ یعنی با توجه به ظرفیت و توانی که مردم جامعه افغانستان داشتن، درجه بیسوادی یا اگه بشه گفت عقب ماندگی یا چیزی که یک عده جوان روشنفکر انقلابی در ارتش به کمک و به تعدادی از رفقا دست به همچین با استفاده از همچین توانی دست به همچین حرکتی بدارن که دارن که قدرت سیاسی رو به دست بگیرن، آیا این درست بود اصلا؟ چون این سوال برای من هم اون ماهای آخر که در افغانستان بودم، چون چند سال در اونجا بودم، تو ذهنم اومده بود. من توی اداره احصائیه مرکزی کار کردم رفیق نسرین، حتما شما میشناسید دیگه، در کابل بود بر مدتی که دو سال تو ایران. ما این سازمان رو به عنوان سازمان آمار ایران میشناسیم. مقداری چند ماهی هم در اداره مطبعه دولتی افغانستان کار کردم. ولی به هر حال این سوال مطرحه، اگه ممنون میشم که به این پاسخ بدید. این سوال اولم بود. بعدم یه صحبت دیگه کوتاه میخواستم ارتباط بدم به صحبت‌های رفیق داریوش که به تعبیر من اندیشه شکل رابطه افراد با هم دیگه، حالا چه متشکل چه غیر متشکل، اینها منبعث از فرهنگ جامعه میشن. یعنی این اندیشه ها میان وارد جوامع میشن، قاطی میشن با فرهنگ اون جامعه و چیزی که ارائه میشه خیلی متفاوته. سوسیال دموکراسی ایران با سوسیال دموکراسی که در افغانستان هست، با سوسیال دموکراسی که در هند هست یا در اروپا هست، باید برای همین خیلی نمیشه اینا رو یکسان دونست. ضمن این که من فقط اگر جسارت نباشه رفیق نسرین، به هر حال همین برخوردهایی که در رهبری افغانستان در همون چند سال اول بعد از اون جهت تحول ثور اتفاق افتاد، اون برای کشتارها و اونها بخشم به نظرم، برای زندگی منم مدتی تو افغانستان بودم، برای خود من این نشون داد که بخشن ناشی از اون فرهنگه. لذا نمیشه مبرا دونست و فکر کرد که مثلا یک اندیشه میتواند نفیس و به شکل درست در همه جا به انجام بشه. ما نمونهشو داریم، اسلام تو ایران شیعه شد، یعنی شیعه نوع ایرانی اسلامه و این در واقع عرصه و اندیشه هم همچنین و عمل میکنه. به هر حال من خیلی خوشحال شدم رفیق نسرین از حضور شما تو این جلسه و امیدوارم که ما بیشتر از شما استفاده کنیم. واقعا شب مبارکی بود از این جلسه. من استفاده کردم از صحبت همه رفقا، رفیق دنا، رفیق راهله و رفیق دوست ما سپیده خانم کردم، فامیلشون نمیدونم که گویانه تشریف ندارم. ولی یه سوال دیگه هم از شما دارم رفیق حسین. آیا شما هر گونه تغییر مثبتی رو در آینده افغانستان الزاماً منوط به رفتن طالبان می‌بینید، یا اینکه می‌شود در با فشار با مبارزه، همونطور که در ایران هم ما زنها حداقل به بهترین شکل ممکن نشون دادن چطوری میشه این حکومت‌ها رو به عقب نشینی واداشت، آیا این امکان وجود نداره که در ارتباط با طالبان هم یه همچی اتفاقی بیفته؟ یعنی تغییرات مثبت در افغانستان الزاماً منوط به رفتن طالبانه و نمیشه طالبان رو به عقب نشینی واداشت. ضمن این که من این جمله از لنین بگم که او یه جمله داره در کتاب دولت انقلاب، میگه که ایدئالیست ها وقتی به حکومت برسن ماتریالیست میشن. ماتریالیست مفهوم پراگماتیست بودنشه. برای این جمله پیشوای ماست که میتونه در مورد طالبان هم مؤثر باشه. این به نظرم اهمیت داره که من نظر شما رو بدونم. خیلی ممنون میشم که شما لطف کنید و اینو بگید. در مورد نقش زنان تو ساختار سیاسی و عملکردشون، به نظرم رفیق ما رفیق فرهاد به
خوبی توضیح داد، من رو تکرار نمی کنم. ولی یه جمله گفتش رفیق ما دنا که من شاید من بد فهمیده باشم، مگه ممنون میشم اگر رفیق دنا یه بار توضیح بده، که او عدم پیشرفت زنان رو در ایران یا نسبی زنان رو در ایران به خاطر مانعی به نام مذهب شمرد، که گویا در ایران اگر مثلا ایران به اصطلاح مانع بوده تو این زمینه در مورد به اصطلاح رشد و گسترش پایه اجتماعی و سیاسی زنان، که میتونه به طور کلاسیک درست باشه، به طور کلاسیک. ولی شما در ایران ببینید، من نمونه بهتون بزنم، در بهترین شرایط نقش زنان در سازمان اجتماعی رسمی تولید، تاکید میکنم رسمی، برای اینکه متاسفانه در ایران کار زن تو خونه و توی روستا تو مزرعه و اینا به خونه کار حساب نمیشه، در سازمان رسمی تولید در ایران 9% بود. در صورتی که من فکر میکنم این انقلاب 57 و آمدن اسلام، اندیشه اسلام قاطی و قدرت سیاسی شد، باعث شد که بخشای مهمی از جامعه ایران، بخشایی که عموما زیر سیطره تفکر مذهبی بودن، وارد ساختمان سیاسی اجتماعی جامعه ایران بشن و گسترش پیدا کرد. خیلی هم گسترش پیدا کرد. الان شما 9% اون وقت کجا که الان مثلا ساختار اجتماعی زنان در تولید، در نمیدونم آموزشگاه ها، در مدارس، در من اخیراً یه آماری میخوندم از رشد سریع زنها در سیستم بانکی کشور که برام خیلی تعجبم شده بود، و اینکه سواد با سوادی الان در بین زنان ایران نزدیک 77% مدرن میکنم 87%. من با عکس باور میکنم، فکر میکنم حضور مذهب و این انقلابی که شکلش اسلامی، اتفاقا زمینه‌های خیلی جدی ایجاد کرد که اون اخشاری که به اصطلاح فاصله داشتن از مدرنیته با انقلاب ایران وارد عرصه اجتماعی بشن و باعث گسترش این در مورد ایران صدق نمیکنه. حالا ممکنه شما به تاریخ برگردید بگید کسی هست به اسم شیخ فضل‌الله نوری و امثال اون چنین برخورد میکنن، ولی انقدر نیروی ترقی‌خواه و متحول در جامعه مذهبی ایران گسترده بود که بعد از انقلاب شما عملا چیز رو میبینید که این زیاد مطابقت نداره با نظر شما. البته اگه من درست فهمیده باشم، معذرت میخوام از پیش از شما. صحبت هایم راجع به سپید خانم بود که خب ایشون تشریف نداره، ولی به هر حال من از صحبت های ایشون هم بسیار استفاده کردم. متشکر از همه شما چهار بانوی گرامی و امیدوارم که موفق باشید. امیدوارم که در ساعات دیگه، در جلسات دیگه بیشتر در خدمت باشید. متشکر از وقتی به من دادید. خواهش میکنم. رفیق نسرین بفرمایید. قربانت. در صحبتی که رفیق ملیت جان با ما داشته اینجا، پرسش داشتن که تا این 20 سال آیا سازمان شما چی نما نقش داشت، کار انجام دادین یا نکردین؟ اینو میتونم خیلی با غرور و پر افتخار بگم براتون که ما یک لحظه رفقای سازمانی ما غافل نبودن و این نوبت غافل نکردن. به این معنا ما کادرای سازمان زنایی که در بیرون از مرز بودن، از هر کشور، امریکا، استرالیا، اروپا، کشورهای مختلف، یا با شکل اشکال مختلف دوباره به طرف افغانستان رفتن با ایجاد اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و تقویت ساختارهای تشکیلاتی در داخل کشور. این یکی از ویژگی‌های کاری ما بود و در اواخر حتی مصاحبه هایی که زمان کرزی صورت می گرفت، یا ساختارهایی نبودن که وابسته به دولت باشن، ساختارهایی بودن که کمک هایی را ما از اروپا جمع بندی می کردیم، می رفتیم و بر اهداف خود ما، یعنی بر آزادی زن، دموکراسی و بیان حقیقت زندگی یک زن وظیفه ما بود که این را با شکل از اشکال، با تقویه مادی و معنوی بر از اونا زمین سازی می کردیم. پروژه هایی که کارگاه های کوچک است، کروژه هایی که برای بچه ها مثلا جاهایی ساختن، برای بچه های بی پدر و مادر، قصرهایی که شهید شده بودن پدر و مادرهایشان، پرورشگاه ها را ساختن. رفقای ما چهره های شناخته شده در رأس ازیا بودن، چهره هایی که
قبلا عضو کمیته مرکزی حزب ما بودن خانم سرایا پدریکا که تا آخرین لحظات زندگی خود در افغانستان گذاشتن قبل از آمدن طالبا بنابر مریضی فوت کردن. امی لحظه هم رفقای ما زیر چادری در خانه ها به جلسات تشکیلاتیشان ادامه میده و سلسله حلقوی آموزشی را آماده کردن، چی در سطح دانشگاه، چی در سطح صفوف ابتدایی و چی در سطح کلاس‌های مختلف، که اولین کار یا اولین پروژه‌ای که در نظر گرفته شده باسواد ساختن و باسواد نگه داشتن قشر زن و دخترای جوان هست. برای فعلا زمینی مسئول سازی برای ازیا، مناسبات زنها به بیرون از مرز در مطبوعات و بیان حقایق. فکر میکنن عکس عملایی که در افغانستان صورت میگیره، در هر خیابان 10 تا زن میایه، سمبولیک نشانه هایی که 8 مارچ گاه روی ما پخانه میگیم، نایفم که با اصطلاح ایرانی ها نایفم چی باید بگویم، بالون یا پخانه رو مثلا شعارای 8 مارچ مینویسن و سمبولایی که در میشه و دخترهای جوان میبرای در روی دیوارها با سپری شعارهای آزادی مینویسن، این چیزهای کلی سمبولیک است که در شرایط افیلی در افغانستان تفکر او زنها برشون واقعا دشوار است. و با نه تنها با کمک مادی بلکه با کمک‌های معنوی و اندیشه و فکرهای نوین در تقویت از اونا رفقای ما قرار داره، نه تنها در تقویتشان اونجا بلکه برای بیان این درد و رنج در اروپا هم اینجا کته های وسیع و فعال و اکتیف هستند. مثلا اتحادیه اروپایی زنان افغان که ثبت رجستر شده اتحادیه اروپایی هست، در مجموعی از جلسات حضور پیدا میکنه، در مطبوعات به شکل وسیع نامه های را به ملل متحد و ساختارهای مختلف و کشورهای مختلف و وزرای خارجه زن در تمام جهان، چیزهای سمبولیک. ما نه تنها سمبولیک در بیرون مرزی این کار کردیم بلکه در داخل کشور تاثیرگذاری هایش ما الان میبینیم. جوانایی که رفتن اسیر زندان شدن، دوباره آزادی از یا پشتیبانی طریق مطبوعات و رسانه ها، در اینجا خوشبختانه زنای روشن فکر ما و زنایی که در ساختارهای سازمان زنا مصروف بودن همیشه کار کردن و هیچ وقت در تغافل نبودن. حتی ما بهترین رفقای خود هم در این را از دست دادیم که به شکل مستقیم، چون چهره های آشنا و ثابت بودن، کشته شدن و به شهادت رسیدن. نه غافل بودیم و نه برای آینده میتونیم باشیم. بسیار مشکلش ما در مکتب که آدم میتونه با تفکرش خرد بزرگ میشه و میمانه با او دردها، فراموش کردنش ناممکن است، ولی دستاوردش اگه بخواییم که بگوییم محدود است و ناچیز، فراموش نکنیم که امروز جهان در قرن 21 است و افغانستان در کمون اولیه، با تأسف تمام. پس این تضاد مبارزه را اگه میبینین، کارهایی که زنای افغانستان امروز در افغانستان انجام میدن، واقعا باید به قدر با قدر و با ارزش فراوان باید دیده شود. سمبولیک هست ولی خیلی عملی هست، حتی جهان هم میتونه گاه گاه چشمش باز نگه داره. کارا ما ادامه داره و از این بعدم با شیوه های مختلف دیگه به ادامه خواهد پرداختیم. رفیق بله؟ تشکر کردم. ببخشید. من نمیفهم چه که وقت دارم، از اون خاطر نمیخوام وقت فراوانو بگیرم. سوالا اینقدر وسیع هست که کوشش میکنم خیلی مختصر دو کلمه دیگه بگم. اجازه است؟ نمیشنم که کلافونتون خاموش است. صاحب اجازه هستین خانم. صاحب اجازه این خانم نسرین. بفرمایید. ما در خدمت خانم. ما در خدمت. ببخشید من خیلی مختصر میخوام جواب بدم. در صحبت رفیق کاظم عزیز پرسان که در نظرتون راجع به جامعه فمینیستی چی هست، و براتون بگیم که من بر شما جامعه طالبیزم صحبت کردم. جامعه طالبیزم نمیتونیم در برش تعریف را در جهان فمینیزم پیدا کنیم. ما بسیار 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 زیاد از هم فاصله داریم. دیدگاه های ما در اروپا، زندگی امروز ما، مکتب سیاسی ما، ساختار سازمانی ما برای ما اندیشه های بسیار خوب میده، ولی ما میخوایم که تفکر و اندیشه
برای شخص نباید باشه، برای یک ملت باید باشه، برای یک سرزمین باشه. یک ساختار که ایجاد میکنین برای چهار نفری که در او حضور داره، این ساختار ساخته نمیشه. این ساختار باید ساختار مردمی باشه، شنونده داشته باشه، تطبیق کننده داشته باشه و کسی را داشته باشه که بتونه بر از او پذیرا باشه، قابل قبول باشه. من فعلا در این مبحث میخوام بیشتر صحبت کنم. میخوایم با دیدی روشن فکرانه برای حقوق مساوی زن با مرد در جامعه بیشتر به مبارزه ادامه بدم تا به تفکرات فمینیستی. من بسیار دوست دارم جهان فمینیزم بر من با حرمت است، ولی فعلا نمیخوایم در زمین چیز بگم، چون من به نام یک زن افغان اینجا آمدیم در جمع شما عزیزا هستم. اگر بیشتر برام صحبت کنم شاید یک مقدار دیدگاه شخصی خودم باشه، نه دیدگاه مردمی یا زنهای افغانستان. صحبت که آقای رفیق کارد عزیز از من کردن با توجه به تجاربی که در افغانستان دارن، اقامتی که داشتین و آشنایی با عزیزان و رفقای گران قدر ما دارین و دیدگاه شخصی خودم میخوام براتون بگم. من در وقتی که انقلاب به پیروزی رسید خیلی جوان بودم و تازه کار در سیاست هم. کلن در هر آغاز هر انقلاب باید شرایط عینی و ذهنی آماده باشه که در افغانستان در اون زمان این آمادگی وجود نداشت. یک پروسه تامین شده در کشور ما شد، چون تمام رهبرا در زندان رفتن. اگر اقدام صورت نمیگرفت مجموعه رهبری از بین میرفت و سقوط ساختار فکری مطرح بود. رهبرایی که باید تصمیم گیرنده بودند در داخل زندان بدون از اینکه بتونن مناسبات با صفوف داشته باشن، نتونستن که دستور بر صفوف بدن و نظامیای حزب داخل به اقدام شدن و عمل کردن و خواستن در ساختار یک انقلاب به اصطلاح کار آغاز کنن و برای رهایی رفقای رهبری عمل را انجام بدن. هر گونه تغییر در اون کشور، من فکر میکنم از یک کشور رو صحبت میکنم که 99% کشور ما بیسواد میبینم. صاحب مقبول گفتین شما در جامعه ایران دقیق هست رسم و پیکار زن و همنوایی مردها در یک جامعه روشن فکر مردمی با زجر و شکنجه که ایران در این اواخر از سفنت میتلسای خود داشتن کاملا زمینه مساعد به این بود به فریاده های انقلابی برسه، به مبارزی گروهی و جمعی برسه، حتی بدون ساختارهای سیاسی به گروه های مردمی این عمله آغاز شود. من سخت دوست دارم که امیدواری در یک روز افغانستان داشته باشم، ولی من این امیدواری رو فعلا ندارم. شاید در ندومهای بسیار دور دور، ولی من آرزو ندارم به او درنواها ما انتظار بکشیم برای از اینکه با چیز به نام افغانستان باقی نخواهد ماند. یک مذهب میتونه تاثیرگذاری کامل خود داشته باشه در جامعه مثل افغانستان، در جامعه که سواد نداره و ملا و آخون هر چی بگویه و ملت پذیرا شوه پس میمونه پرده تاریک ابدی میمونه. نسلی طفلی که دیروز تولد شده امروز چند سالش گذشته و این میره به 20 سال 20 سال بعد دیگه اون جامعه دیگه یک جامعه بجز از 4 آدم مطلق مذهبی که خودشان هم از مذهب آگاهی ندارن باقی میمانند. دیگه چیز برای تغییر و تحول امکان پذیر نیست. ما آرزومند هستم که نیروهای ملی و مترقی در بیرون از مرز بتونن در همنوایی با قشر جوانی که در داخل کشور است، قشر آگاه بیدار باسواد و فریادهای مردمی همراهی کنن و بتونن به یک تغییر کلی بیاین. فریاد طالب تا شما تنها در این چند سالی که طالب آمده، من متاسفانه همیشه اخبار تحقیق میکنم، من صرف یک بار 5 مرد در یک شهر پشتون نشین پیدا کردم که گفتن ما میخواییم با یک شعاره که مکتب برای دختران ما باز شود. آیا در تمام افغانستان تنها 5 مرد جرأت کرد و استاد شد و این تقاضا را داد؟ با تمام وحشت طالبیزمی که امروز وجود داره، با او فقر بی فرهنگی که در جامعه ما را تامین میکنه، با او تفکر و اندوخته های ناپسندی که بعد زعم خودشان اسلام هر کدامش با یک تعریف بیان میشینه،
جامعه در دست همچه افراد افتاده. امروز خودشان معتقد به این شدن که این جامعه به کادر نیاز داره. اولین بار فهمیدن که آخوند ملا نمیتونن به رهبری سیاسی باشن. وزیر خارجه طالبا ایره اعلان میکنن که با کادرهای فنی و مسلکی و متخصصین مسلکی نیاز داره. تازه فهمیدن که دولتداری سبک دیگه هم دارن و زنده ماندن یک کشور باید چی بیره بیره. که یقین دارن شاید از فهم از یوم بعید باشه دستور است که از بادارهای مربوطی خود رفته. دید ما به مسابقه یک زن افغان بر سرزمین ما همیشه نمیخوایم بگویم با امید بوده چون زندگی با امید نمیشه. ما باید در گذشته از اینکه آرزو میکنیم انتظار داریم عملم باید بکنیم. عمل ما آخرین تلاش های جمعی خواد بود که با اکشار و گروه های مختلف با صنف های مختلف با دیدگاه های مختلف سیاسی ولی بر آزادی افغانستان از قید گروه تاریک بین مذهبی باید دست به دست هم بدیم که خوشبختانه فعلا ائتلاف به وجود آمده که در او بیشتر امیل لحظه احزابی که با دیدگاه های متفاوت هستن دور هم جمع شدن یا 80% از زیاد در افغانستان است و 20% از زیاد در کشورهای اروپایی با یک توافق فکری رسیدن که اگر بتونن یک اپوزیسیون قوی فعلا در آینده در برابر طالب قرار بگیرن. حتی من امیدوار هستم بتونن روز با اقدامات نظامی حتی استادگی کنن و یک امید بر افغانستان شکسته و ویرانه باشه. پرسش های شما ها رفقای عزیز پرسش هاییست که شاید بعض جواب ها در صلاحیت بیان من نباشه یا شرایط بیانش هم نباشه. من در ارتباطاتی که دارم در وابستگی هایی که دارم در ساختارهایی که هستم تامی حدود میتونم به توضیح و تفسیرش بپردازم. شاید هم پاسخی سوال های شما نباشه ولی امیدوار هستم در آینده بتانیم روشن‌تر و وسیع‌تر و مفصل‌تر تماس بگیریم. ممنون هستم از حوصله مندیتان رفقای عزیز. متشکرم. مرسی نسرین جان انقدر خوش بیان هستین و شیرین سخنان رو میدی واقعا همه ما رو شیفته کردین. البته خب ناگفته نماند شما تخصصتون هم در ادبیات و این خب خیلی کمک میکنه خیلی واقعا زیبا سخن میگید. ولی من در مورد رفیقمون سوال رفیقمون محمود کرد من مشخصا نگفتم که مذهب باعث این عقب ماندگی میشود یا نمیشود. من گفتم که از زمان مشروطه تا کنون ببینید حتی در زمان پهلوی که خودش رو مدرن و سکولار میدونه قوانین ازدواج و طلاق بر مبنای شریعت نوشته شده. یعنی که مذهب همیشه جاپای خودش رو داشته. درست انقلاب شده انقلاب اسلامی شده ولی این انقلاب بر بستر و بر پایه‌های بنا شده که این مردم اون مسئله مذهب مسئله اصلی قدرت براشون نبوده. جامعه ایران یک جامعه تقریبا نیمه روشن فکری یک مردم با طبقه متوسط که نسبتا آگاه هستن انقلاب شده. یعنی اینجور نیست که مذهب بتونه اینها رو نگه داره. شما صحبت از انقلاب میکنید شما صحبت از دستاوردهای انقلاب میکنید و این ربطی به مذهب نداره. اگر در بعد از جمهوری اسلامی مثلا به روستاها گاز کشیده شد برق کشیده شد اینا دستاوردهای انقلاب پس این مردم برای چه انقلاب کردن؟ اگر در ایران حتی به صرف خصوصی سازی که آقای رفسنجانی بنابر منافع اقتصادی دانشگاه های آزاد رو بنا نهادن اما تعداد دانشجویان تعداد با سوادها تعداد روشنفکران جامعه به سطح بالایی رفت خب این خیلی خوبه ولی این دلیل بر اون نمیشه که پیش مذهب ذاتاً یک چیز مدرنه یا یک چیزی که پیشرفت میکنه. همون رفیق محمود همون مبارزات همون خواستایی که از زمان مشروطه جامعه ما میخواست زنان ما میخواستن همین الان نمیخواد. همین الان حق طلاق میخواد همین الان حق حضانت میخواد همین الان حق کار میخوان همین الان زن ها حق خروج از کشور رو ندارن بدون اجازه همسر میدونم تا یه مقطع سنی بدون اجازه پدر. اینا حقوق بدوی و اجتماعی افراده. ما ببینیم مشخصا روحانیون با اینا
مخالفت میکنن. توی هم سال فکر کنم 83 یا 84 اگه مراجعه بکنید به روزنامه و مجلات ایران میبینید که مثلا آقای قالیباف که میخواد کاندید بشه حتی میگه که زنا حق این حق رو ندارن، یعنی با بی حقی زنان هم میخواد رای بیاره. یا آقای نمیدونم لاریجانی میگه زنا باید عفاف داشته باشن، عفیف باشن، فلان باشن، وارد مجلس بشن. خب اینا تفکرات مذهبیه. جامعه ایران یک جامعه نیست که پایه و اساسش مذهبی باشه. شما اگه بخش بخش ایران رو نگاه بکنید، مثلا تو شهری که من بزرگ شدم مثلا مذهب پایگاه نداره. در شمال ایران وقتی که تاریخ رو میخونید مذهب پایگاه نداره. در نمیدونم کردستان، در آذربایجان، در اصفهان شاید به ندرت شهرهایی که پایگاه مذهبی، مردم با بینش قوی مذهبی، اینا همه تاثیرگذاره. ولی اینا پوینت مذهب نیست. ولی حکومت ایران خب میتونه حکومت داری بکنه. تونسته حکومت داری بکنه، 44 سال داره حکومت میکنه. سیستم حکومت داری رو بلده. ولی اینکه مذهب نقش خودش رو داره. چرا ما الان هنوز خواسته های 116-17 سال پیش رو داریم؟ چی؟ چرا در دوران پهلوی هم از پدر یا پسر که خودشون رو مترقی میدونستن قوانین حقوق زنان، ازدواج و طلاق بر مبنای شریعت نوشته میشد؟ این نشون میده که مذهب پایگاه و عمیقی داره. همین جوانانی که شما میگیم، ما میگیم امروز که جامعه مدرنه، اگه به شکل فردی بکنیم آره، ولی شما اگه فردا به عنوان یک نیروی اجتماعی چپ بخواید وارد جامعه بشین، بخواید مبارزه بکنین، بخش عمده از اینا دین باورن، مذهب باورن. ما باید اینا رو بپذیریم. من اینجا دیدم تو این کشور که کسانی که هموطن ما هستن در مراسم عاشورا و تاسوعای اینجا باور میکنید که اصلا شکل و قیافه آنچنان زیبا و آرایش کرده و بزک کرده، ولی میبینید توی تظاهرات تاسوعا عاشورا داره اون خانم نظرین میده، آش میده، فلان میده. اینا مهمه، ما اینا رو در نظر نمیگیریم. ما فکر میکنیم فقط مذهب یعنی سیستم حکومتی که الان حاکمه و این نیست. اتفاقا این معضلی که در افغانستان هم وجود داره. اگر در افغانستان مردم باورمند به دین نبودن، هرگز طالبان، درست امریکایی ها کمک کردن ولی زمین مساعد بود برای حضور اینا. و یه موضوع دیگه که وجود داره در مجموع خاورمیانه اینه که غرب خواهان اینه که خاورمیانه با مذهب باشه. غرب خواهان اینه که حالا دورانی بود در ارتباط با مسئله شورای بود که مذهب رو تقویت میکنه. شما ببینید تمام این نیروهای سیاسی مذهبی رو، هم از اخوان المسلمین که مادر اینا محسوب میشه تا طالبان، بوکو حرام، ابو شباب، همه اینا رو در نظر بگیرید، با حمایت امریکا، با حمایت مالی عربستان سعودی، با حمایت مالی فکری پاکستان، اینها با همدیگه مکمل هم هستن و این موزر رو برای جهان آفریدن. حالا جامعه ما به دلیل شیعه بودن اتفاقا این مقدار دور از این، یعنی اون اسلام اکستریمی رو که الان اینها بهش باورمندن و به طور کلی در مجموعه سنی ها می گنجه، در جامعه ایران وجود نداره. این تفاوت شیعه و سنی خب توی این هم هست. این رو البته من نمیخوام وارد مقوله مذهب و مسائل مذهبی بشم، ولی ما اینها رو هم باید در نظر بگیریم. و اینکه انقلاب دستاورد داشته، رفیق محمود، این دستاوردهای انقلابه، دستاوردهای اسلام نبوده. اینکه تعداد میزان زنان دانشجو و تحصیل کرده ما بیشتر از مردانه، دستاورد اسلام نیست، دستاورد انقلابه. شما ببینید از فردای انقلاب زنان برای حجاب مبارزه میکنن و این مشخصا وصل میشه به اون زنان پیشگامی که 100 سال پیش در ایران مبارزه رو شروع کردن. و اینجاست که الان این نتیجه که ما الان میبینیم، این مبارزات زنانی رو که الان میبینیم، نتیجه مبارزات پیشینیان ماست، نه از برکت دین یا مذهب یا هر چیز دیگه. این نظر منه. من البته معتقدم مذهب باید جدا از سیاست بشه، باشه. مذهب باید یک مورد کاملا شخصی و خصوصی تلقی بشه، مطلقا وارد سیاست نشه، وارد آموزش نشه. و این نکات مهمی که ما
باید اینا حداقلای که نیروی چپ میتونه اون باورمند باشه. یه نیروی چپ باید نوازه خودش رو روشن بکنه. یه نیروی چپ که ضد چپ ضد مذهب نیست. بلکه ما نمیتونیم با مذهب مقابله بکنیم. اصلا هدف ما مقابله با مذهب نیست. ما میگیم که مذهب به جای خود یک امر شخصی و خصوصی باشه، ولی در امور آموزش، در امور سیاست، در امور حکومت داری دخالت نکنه. در همین حد. امیدوارم که قانع کننده باشه. حالا نگه رفیقمون نسرین نظری داری یا رفیقمون روحلی نظری داری میتونیم بگیم. روحلی جان بفرمایید، شما همیشه میتونید میکروفون تون رو باز کنید. بفرمایید. مرسی. مرسی دنا جان. حتما بیشتر صحبت میکردی. خب بیشتر این زنم دوباره این چیز میشد که توجه داشته باشیم واقعا مسائل سیاسی مسائل خیلی پیچیده‌ای هستن. یعنی توی هر منطقه تو هر شرایطی هم باید آدم خیلی از جوانب مسئله رو بهش بپردازه. من فکر میکنم که ما الان با پدیده‌های متفاوتی در رابطه با مثلا به فرض مذهب و دین رو هستیم. به هر حال واقعیتش این هستش که یک سیاست اسلاموفوبیا تو دنیا داره رواج پیدا میکنه و یک کمی باید مراقب اون باشیم. در این حال این واقعیت هم وجود داره که از مذهب چه سوء استفاده هایی توی افغانستان و ایران و کشورهای مثلا منطقه و اینا ما میبینیم و همه اینا وقتی بیشتر همدیگه میذاریم میبینیم که بعد مثلا میگم حالا ذهن من همیشه یه ذره به این مسائل روانشناسانه نگاه میکنه. به نظر من بیشتر از اینکه اصلا مسئله مذهب باشه مسئله افرادگراییه و اینکه افرادگرایی از نظر روانشناسی موقعی ایجاد میشه که به اصطلاح اون ثبات وجود نداشته باشه. هر چقدر میزان اضطراب عمومی اجتماعی افزایش پیدا بکنه افرادگرایی شدت پیدا میکنه. بعد یک مفهوم هم بعد میبینیم که برای یک سری از به هر حال سرمایه‌داران جهان مفید یک جوامعی رو همیشه در آشوب نگه دارن. خب طبیعتاً تو اون جوامع افرادگرایی بیشتر رشد میکنه. من فکر میکنم البته ضمن اینکه همیشه میگم ما باید برای سکولاریسم جونمون هم بدیم، ولی در واقع توجه داشته باشیم که از این طرف نیفتیم و توجه داشته باشیم به اینکه سرمایه داری به هر حال به شکلهای مختلفی استفاده میکنه از هر امکانی، مثلا هم از علم استفاده میکنه، هم از مذهب استفاده میکنه. مذهب هم میتونه خانشهای متفاوتی داشته باشه، علم هم میتونه کاربردهای متفاوتی داشته باشه. از روانشناسی مثلا خیلی جوامع سرمایه داری استفاده میکنه. بعد حتی در اون وقتی مسائل حقوق زنان هم مطرح میشه، من فکر میکنم که در کل سازمان ملل متحد این صحبتی که دو روز پیش کردم در روز جهانی زن صحبت خیلی خوبی بود. یکی یه چیزی رو گفتن که اگه ما با همین مسیری که الان داریم میریم بریم، برابری جنسیتی تا 300 سال آینده متحقق نخواهد شد. یعنی این که باید واقعا یک توجه بشه که خب کجای کار میلنگه. من فکر میکنم اونجای کار میلنگه که به نوعی بهش اشاره کردن خودشون تو صحبتشون. میگن که در واقع مسئله حقوق زنان دوچار سوء استفاده، یعنی اولین چیزی که استفاده میکنن میگن سوء استفاده. این واقعا داره از مسئله حقوق زنان سوء استفاده میشه. موقعی که به نفعشون هستش میخوان یه چیز رو پیش ببرن، چه میدونم مثلا میان حتی مثلا میبینید که حق زن بر بدن خودش الان توی کشور آمریکا داره محدود میشه دیگه. حق مثلا به فرض زنان از زنان توی خیلی از ایالت‌ها گرفته شده و اینها. یعنی توی یه جاهایی می‌بینید از زنان مثلا ما دیدیم تو استفاده‌های دیگه مثلا میگم بایستی وقتی به اصطلاح منافعشون اختصاص بکنه به یه شکل‌های دیگه زنان رو وارد می‌کنن. ولی به هر حال مسئله سوء استفاده از زنان چرا صورت می‌گیره؟ به خاطر اینکه ضمن اینکه به هر حال نمی‌تونن منکر بشن که زنان نصف جامعه هستن، ولی ما یه روندی رو کلاً توی سال‌های می‌گم به خصوص از سال‌هایی که نئولیبرالیسم تو دنیا روش کرده دهه 80 اینا می‌بینیم که طبق گزارش‌هایی که داده میشه، مثلا گزارشات آکسفام و اینا رو نگاه بکنید می‌بینید که نابرابری تو دنیا داره افزایش پیدا می‌کنه. فقط توی عرض مثلا به فرض دو سال کرونا گفتن که نابرابری تو دنیا دو برابر شد. و هر چقدر به نظر من نابرابری تو دنیا افزایش پیدا می‌کنه، مسئله سوء استفاده از زنان هم بیشتر میشه و در واقع کار ما برای ایجاد برابر جنسیتی هم دشوارتر میشه، فرمش تغییر میکنه و پیچیده تر میشه. باید ما اون پیچیدگی ها رو واقعا ببینیم.
واقعیتش اینه که این تو دنیای زندگی میکنیم که در عرض یک سال ثروت 10 تا از مردای تریلیاردر دنیا که همشون یعنی ثروت تریلیاردر دنیا که همشون هر 10 تاشون هم مرد هستن تو عرض یک سال 2 برابر شد. خب طبیعتاً وقتی که اونا از این امکانات برخوردار هستن اونا هستن که تاثیرگذار تحولات اجتماعی هستن. یعنی ما چه تو زمینه میگم مذهب، چه تو زمینه تکنولوژی، مثلا شما فکر کنید الان میگن که 3 میلیارد از جمعیت کل دنیا به اینترنت دسترسی ندارن و از این 3 میلیارد اکثرشون یعنی زنها و دختران هستن که به این امکانات دسترسی ندارن. خب اینا تاثیر میذاره توی این مبارزه ما برای برابر جنسیتی و اگه ما این پیچیدگی ها رو نبینیم و فقط یه زاویه رو ببینیم ممکنه بیفتیم تو دام مثلا این که میگم به نوعی الان اون اسلاموفوبیایی که ایجاد کردن و این وضعیت که ما تو کشورمون داریم. خب سوء استفاده که از مذهب میشه ما رو بندازه به اون سمتی که بیشتر از اینکه مسائل رو از زاویه طبقاتی نگاه بکنیم بیشتر از زاویه اینکه حالا اگه ما از مذهب رها بشیم انگار موزل حل میشه. این موضوع خیلی پیچیده است ولی همیشه به نظر من وقتی که نابرابری هست از همه چی استفاده میشه از جمله از مذهب و باید اول به اون مسئله عدالت اجتماعی خیلی توجه بشه. یعنی واقعا اگر یک فردی با ایده مذهبی هم بتونه به قول معروف کمک بکنه به اینکه شرایط اجتماعی ما ایران عادلانه تر بشه، البته اگر به سکولاریسم اعتقاد داشته باشه، من به اون رای میدم تا یک فردی که اتئیست باشه ولی اونقدر به عدالت اجتماعی اهمیت نده و به اون برای اون به اصطلاح اهمیت اون رو درک نکرده باشه. مرسی. دنا جان اگه میشه دیگه زمان یه 20 دقیقه هم گذشته، قرار بود تا 3 ساعت باشه. اگر رفقا میخوان سخنهای پایانیشون اگه بگن، چون تکست به من میکنن که جلسه طول کشیده، حالا دست شماست دیگه، بفرمایید. خب من ترجیح اینه که رفیقمون نسرین صحبت پایانیشون رو انجام بدم و بعد من یک کتاب صحبت رایلی میپردازم. نسرین جان بفرمایید. ممنونم. یک کوتاه تکیه میکنم به صحبت های خانم دکتر. من میخوام نمیخوام خوشبینانه بگم چیزه، ولی میخوام با یک امید و آرزوی رزمندگی بگم که آنچه که امروز ملل متحد در این توجه کرده که رزمیدن و شیوه کار امروز زنان نمیتونه به زندگی مساوی زن با مرد تکمیل کنه، من هم معتقد هستم، ولی امیدوار هستم که ما زنها بتانیم قوی تر، استوارتر، محکم تر از دیروز بر از زندگی خود بپردازیم، نه تنها با امید و آرزو بلکه با عملکردهای خود جهان معتقد کنیم. حق گرفتن نمیشه، حق هدیه نیست که برای ما کسی کادو کنه و تو دست ما بگذاره، حق باید گرفت، برای گرفتنش باید رزمید، مبارزه کرد، فریاد کرد و تا بتانیم به قله های پیروزی برسیم. میخوایم در پایان نقطه نشست امروز از همه شما عزیزان جهان سپاس امتنان. خوشحال هستم که خدا جمع شما پیدا کردم، صحبتهای شیرینتان، معلومات غنی که امروز به دست آوردم، صحبتهای تاریخی و از خانمهای مبارز، از خانمهای توامن، از آقایون عزیزی که امروز وقت گذاشتن و برای 8 مارچ عرج گذاشتن و در جمع ما بودن و با دقت تمام خواستن ما را همراهی کنن و شنونده صحبتهای ما باشن، جهان سپاس. و برای تک تک شما عزیزا خوشبختی و سعادت و پیروزی آرزو میکنم. سخت دوست دارم یک روز دوباره همه ما چی در ایران و چی در افغانستان بتانیم با این کلام خود، با این حرف خود شادی ها را یک بار دیگه و پایکوبی بگیریم و پیروزی خود برای همیشه نه تنها با شما شعار بلکه با عمل کردهای خود در داخل کشور عملی بسازیم. شما همه ایتان شاد و نیکو شنونده هستم. رفیق دنا بحثت چیه؟
ببخشید. آره راهلن یک تذکری داد به من که میکروفون بسته است. مرسی راهل جان. نسرین جان منم تشکر میکنم از شما. من فکر میکنم تک تک ما هم به نوبه خود خوشحال هستیم که شما رو پیدا کردیم و واقعا مثل یک مرواریدین برای ما و امیدوارم که در آتیه بتونیم باز هم شما رو داشته باشیم، با خودمون صحبت بکنیم، با شما از دانش و سخنان بسیار سلیس روان شما بهره ببریم. از تک تک رفقایی که حضور داشتن تشکر میکنم. مجدداً 8 مارس رو تبریک میگم به رفقای زن، خصوص به تمام رفقای مردی که اینجا هستن و طبعا عدالت خواه هستن. من رفیقمون شیری گفتن که پیامشون رو اینجا بخونم ولی متاسفانه وقت نشد و به همین دلیل اگر فقط داریوش اجازه بده به من، برای اینکه هیچ گونه ناراحتی پیش نیاد، رفیقمون شیری بسیار حساس هستن، من حداقل بفرمایید رفیق دلا بفرمایید یک بند از نوشته رفیقمون شیری میخونم و با شرمندگی از ایشون. انسان زن مادر است، دختر است، یک خواهر است و یک همسر. زن آفریدگار است و خالق. زن مظهر مهر و عطوفت، زیبایی و لطافت است و مظهر عشق و وفا، عشق ابدی و پایدار. زنان سمبل مقاومتند و ایستادگی، ایثار و از خودگذشتگی زنان نیمی از جمعیت بشری، نیمی فداکار، نیمی جان‌نثار، همان نیمی که هم خود و هم نیمه دوم را خلق می کند و با شیره جان خیش در دامن پاکش در آغوش گرمش می پروراند. آنان را گرامی بداریم و عرش بگذاریم. من بیشتر از این ادامه نمیدم و ممنون از آقای شیری برای پیامشون و خداحافظی میکنم. مرسی که با ما بودین راحل جان. مرسی، مثل همیشه توانمند و بچه‌هاش و با انرژی. نسرین جان همینطور شما و همینطور تک تک رفقا، رفیقمون ناهید عزیز که صحبت نکردن اصلا، ولی کاش صدای نازنین رفیقمون ناهید رو هم آخر بشنویم. ببخشید رفیق ناهید، شما قول داده بودین که یکی از اشعارتون رو بخونین. اجازه بدید من لذت بردم از سخنان تک تکشون، از رفیق ما نسرین واقعا گل کاشتن و این سخنانشون این در قاب طلا باید گذاشته بشه برای فعالیت هر زنی در کشور خودش. اونایی که زنان ایرانی ما اینها رو باید الگوی خودشون بکنن. رفیق ما راحله که عزیز واسه ما که همیشه آرزو میکنم روی ماهش رو ببینم و سخناش رو گوش کنم، به عنوان هم یه پزشک روان پزشک، هم به عنوان کسی که آزاده است، یک زن آزاده است. دینا جان شما که گل میکنین دیگه، من خودت دموکراتیک زنان بودی، میدونی که این کار چقدر سنگینه، همونطور که رفیق ما نسرین گفتن، و این فعالیت ها چقدر باید عمیق باشه تو هر جامعه که بتونه نتیجه های مثبت خودش رو در جامعه بذاره. همونطور باز تکرار میکنم، حتی رفیق نسرین رو میگه هنوزم در داخل این حکومت طالبانی زنانی هستن که در اتاقهای مخفی درس میدن، مثل زنای ما در ایران که در کلاسایی برای مذهبهای گوناگون که ممنوعه هست به اونا درس میدن، از طریق کامپیوتر ارتباط برقرار میکنن و هزاران جان به کفی که این کارا رو میکنن، واقعا قابل احترام هست. و اون تجربه هایی که رفیق نسرین گفتن، چون من از ته دل بگم خودم تو این بخش فعالیت کردم و شما عزیزان مثل دینا و اینا هم کمک کردین، کار کردین در این زمینه، برای من خیلی لذت بخش بود. سوای این که قدرتمندی زنای افغانستان رو من میتونم بگم در مبارزاتی که هر لحظه از بغل گوششون امکانه کشته شدنشون بود، در بغل گوش اونا میگذشت و هنوزم این
مسئله هست. واقعا اینها این زنها هم موسسران در داخل افغانستان در چنین شرایط سختی راهپیمایی میکنن، شرکت میکنن و باعث اینه که من هر لحظه که این اخبارای اینها رو پخش میکنم در مورد زنان افغانستان به عنوان وظیفه از دل و جان این کار رو میکنم و نگاه که میکنم برای من درسیه که باید اینو به دل بگذاریم، از جان و دل این رو مطرح بکنیم، چون ما یکی هستیم، همه جهان زنانشون یکی هست. باور کنید من نه در داخل فقط ایران زنان افغانستانی رو که باشون از دل جون هموطن حساب میکنم، در ترکیه هم که بودم با زنان ترکیه به همین شکل در این ارتباطات و فعالیت ها در شرایط اون زمانی که شاه بود ما مبارزه میکردیم، پا به پای اونا کار میکردیم، اونا از ما میگرفتن، ما از اونها یاد میگرفتیم. این یک چیز جهانیه، یک مبارزه جهانیه، هر کدوم ما در اون زاویه های خاص خودش از جامعهش بر میداره و در اون جامعه ای که زندگی میکنه الگوهای لازم رو قرار میده. این یک واقعیته و پیروزی همه زنان رو میخوام. امشب به همگیتون تبریک میگم. در کشوری دارم زندگی میکنم که تمام امروز تمام شهرش پر از گل و گل فروشی ها و زنان با دستان پر گل بودن. برایتون همیشه آرزو میکنم که اون روز برسه، شما هم این گلها، این سبدهای خوشبختی، این روزهای خوب رو در تمام جهان ما ببینیم سراسری. آرزوی من برای همگیتون میگه. مرسی نای جان، مرسی از صحبت ها. ولی من قبل از صحبت پایانی فقط یک بار دیگه بگم که رفقا، سازمان ما، سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، روز یک شنبه 12 مارس یک برنامه داره به مناسبت روز جهانی زن در کلاب هاوس. برنامه بسیار خوبیه، مهمانان بسیاری داریم، تشریف بیارین. نای جان شما، رایل جان که صاحب خونه هستن و همینطور رفیق نویافته تازه یافتمون نسرین جان عزیز رو هم دعوت میکنم که حتما تشریف بیارید. داریش جان ممنونم. ببخشید سازمان ما و تشکیلات دموکراتیک زنان ایران وابسته به حزب توده ایران معذرت میخوام. مرسی از یادآوری رایل جان، بسیار به جا بود و امیدوارم که همه رو اونجا ببینیم. شب و روز همگی دیدار دوباره، با امید دیدار دیروز باشید. مرسی شما هم دارم. ممنون از همه رفقا و با وجود رفقای توانمندی چون نسرین، راحله، دنا، مسلمان و رفیق ناهید، ما همیشه دنیای اطمینان داریم که دنیای روشنتر و بهتری خواهیم داشت. داریوش هم هستا، موازی سازی نه، بدون موازی سازی داریوش هم هست. این گروه ها همه جمع میشه، اعضای اون مجموعه پیشبرنده ای هست که این تحولات یه خورده دیگه پیش بره امنیتی برخورد میشه. رفیق چابکی، من یه لحظه دارم افسانه بگیرم یا نه جب داره میشه. نه من رفیقمون